بفرمایید. هزاران درود دارم خدمت فعالین حقوق بشر و میهمانان گرامی که این برنامه رو در فضای مجازی زوم و شبکه‌های اجتماعی مثل یوتیوب و اپلیکیشن کانون دنبال می‌کنم. امروز 26 فوریه 2022 رأس ساعت 19 به وقت اروپای مرکزی جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان رو آغاز می‌کنیم. لازم می‌دونم که یادآوری کنم در انتهای هر بخش این فرصت هست که هر کدوم از عزیزان مایل بودن سوال مطرح کنن یا اظهار نظری داشتن میتونن در انتهای هر بخش مطرح کنن. خب من برنامه امروز رو خدمتتون اعلام میکنم. در ابتدا خانم نازنین فانی گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در ایران در بهمن 1400 رو ارائه میدن. به دنبال اون خانم آیلار اسماعیلی در مورد موضوع سقط جنین سخنرانی خودشون رو ارائه میدن و بعد خانم معصومه بهمنی راد با موضوع زن در قانون مجازات اسلامی در ایران سخنرانی خودشون رو ارائه میدن و به دنبال اون خانم مهرنوش ایمانی چگنی با موضوع حجاب اجباری و قصدهای ناموسی سخنرانی دارن. در انتها هم بحث آزاد داریم با موضوع حق آزادی و امنیت شخصی با محوریت طرح فرزند آوری که امیدوارم که همه همکاران توی این بحث شرکت کنند و نظر خودشون رو بدن. این مقدمه میریم سراغ خانم نازنین فانی با گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در ایران در بهمن 1400. خانم فانی اگر آماده هستید دستتون رو بالا ببرید که مایک براتون آزاد بشه. سلام و وقت بخیر خدمت شما و همه عزیزان حاضر در اینجا. خب راستش خیلی زیاد بود این خبرها، ولی خب حالا یه مقداری من تهیه کردم که براتون میخونمش. یک زن در تهران با انگیزه ناموسی به دلیل صدمات ناشی از ضربه به سر توسط همسرش به قتل رسید. متهم به قتل دلیل این اقدام را زن نسبت به او به خیانت همسرش عنوان کرده است. در قوانین ایران مواردی در نظر گرفته شده تا افرادی که مرتکب قتل‌های ناموسی می‌شوند را از مجازات سنگین معاف کنند. که خب این خبر مغایرت داره با اهداف سند 23 یونسکو، هدف 5 دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران. هدف 16 ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای مؤثر پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح. و همچنین مغایرت داره با مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 2 عدم تبعیض، ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه و ماده 22 حق امنیت اجتماعی، فرهنگی و مالی. خبر بعدی، خانواده نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر با گذشت چند روز قادر به تایید شنیده‌ها در خصوص محکومیت جدید او شدند. بر اساس این حکم که توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری صادر و ابلاغ شده است، نرگس محمدی به 8 سال و 2 ماه حبس تعزیری، 74 ضرب شلاق، 2 سال تبعید،
دو سال محرومیت از عضویت در گروه ها و دسته ها دستجات سیاسی و دو سال محرومیت از حضور و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و مخابراتی محکوم شده است. که خب این خبر مغایرت داره با اهداف سند 23 یونسکو، هدف 16، ترویج جوامع صلح‌جو و دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای مؤثر، پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح. و همچنین مغایرت داره با مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 8، رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9، عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی، ماده 10، حق محاکمه قانونی برای همه، ماده 19، حق آزادی بیان و ماده 22، حق برخورداری از امنیت اجتماعی و مالی. خبر بعدی ارتباط داره با شهره حسینی، مترجم و فعال مدنی. شنبه 9 بهمن ماه پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین جهت تحمل حبس، بازداشت و راهی زندان اوین شد. خانم حسینی پیشتر جهت اجرای حکم حبس به شعبه 1 واحد اجرای احکام دادسرای اوین به ریاست قاضی امیر حسین تاریان احضار شده بود. شهره حسینی 29 دی ماه 99 توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری محاکمه از بابت اتهامات اجتماعی و توانی به قصد به هم زدن امنیت و عضویت در گروه‌های معاند و تبلیغ علیه نظام به 4 سال و 2 ماه حبس تعزیری محکوم شد که در نهایت این حکم به 3 سال و 3 ماه کاهش یافت. با استناد به ماده 134 قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی 2 سال و 7 ماه زندان در خصوص اتهام اجتماع و توانی برای وی قابل اجرا است. که خب این خبر مغایرت داره با هدف سند 23 یونسکو، هدف 16، ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای مؤثر و پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح. و همچنین مغایرت داره با مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 8، رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9، عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی و همچنین ماده 10، حق محاکمه قانونی برای همه. خبر بعدی متاسفانه راجع به قتل یک دختر نوجوان توسط برادرشه که خیلی دردآوره. روز یک شنبه 3 بهمن 1400 یک دختر نوجوان به دلیل انتشار تصاویر خود در فضای مجازی با ضربات چاقو توسط برادرش به قتل رسید. بر اساس این گزارش یک شنبه هفته گذشته ماموران پلیس بندرعباس با تماس یکی از بیمارستان‌های شهر در جریان فوت مشکوک دختر نوجوانی قرار گرفتند. با حضور ماموران در بیمارستان، مسئولان بیمارستان اعلام کردند یک دختر نوجوان که به خاطر اصابت ضربات نوک تیز در بیمارستان بستری شده بود، جان خودش رو از دست داد. که این خبر مغایرت داره با اهداف سند 23 یونسکو، هدف 5، دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران، و هدف 16، ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای مؤثر، پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح. و همچنین مغایرت داره با مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 2، عدم تبعیض، ماده 3، حق حیات برای همه، ماده 22، حق امنیت اجتماعی، فرهنگی و مالی. خب خبر بعدی، به تازگی یک ویدیویی از آوازخوانی یک زن در جریان برگزاری جلسه انجمن ادبی آذری زبانهای البرز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که پس از انتشار ویدیوی مذکور با پیگیری ستاد امر به معروف مدیر این انجمن به اداره ارشاد احضار شد. که در این راستا مدیر کل وقت ارشاد استان البرز و مدیر انجمن ادبی آذری زبانهای این استان توبیخ و ملزم به عذرخواهی در فایل تصویری شدند. علاوه بر این مجوز آنها برای برگزاری جلسات انجمن آذری زبانهای البرز باطل شد که متاسفانه ممنوعیت آواز زنان در ایرانه.
که این خبر مغایرت داره با اهداف سند 23 یونسکو، هدف 16 ترویج جوامع صلح‌جو و دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای مؤثر و پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح، و همچنین مغایرت داره با مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 22 حق امنیت اجتماعی فرهنگی و مالی و ماده 23 حق امنیت کار. خبر بعدی زمان زیور و مقداد حسن نژاد شهروندان بازداشتی اهل سقط جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در سنندج منتقل شدند. این شهروندان در تاریخ 9 بهمن ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. که خب این خبر مغایرت داره با اهداف سند 23 یونسکو، هدف 16 ترویج جوامع صلح‌جو، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای مؤثر پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح، و همچنین مغایرت داره با مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف و حبس یا تبعید غیرقانونی و ماده 22 حق امنیت اجتماعی فرهنگی و مالی. خبر بعدی ارتباط داره با سبا کردافشاری، فعال مدنی و از مخالفان حجاب اجباری و محبوس در زندان قرچک ورامین. او به دلیل اعتراض به نبود آبجوش برای استفاده از زندانیان توسط شورای انضباطی زنان 3 ماه از اعزام به مرخصی محروم شد. این حکم در حالی صادر شد که خانم کردافشاری از بیماری زخم معده خون ریزی آن رنج می برد و نیاز به مرخصی درمانی دارد. جلسه شورای انضباطی حدود 40 روز پیش با درخواست سغرا خدادادی سرپرست زندان و بدون حضور سبا کردافشاری تشکیل شده بود و وی به تازگی از حکم این شورا مطلع شده. که خب این خبر مغایرت داره با اهداف سند 23 یونسکو، هدف 3 تنظیم زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه، هدف 16 ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای مؤثر پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح، و همچنین مغایرت داره با مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 5 شکنجه ممنوع، ماده 6 ارزش انسانی در همه جا، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی، ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه، و همچنین ماده 25 حق خوراک، مسکن و مراقبت های طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه. خب متاسفانه یه خبر قتل دیگه که راجب یه دختر 17 سال است. شنبه 16 بهمن ماه یک دختر نوجوان 17 ساله در اهواز با انگیزه ناموسی توسط همسر و برادر همسرش به قتل رسید. در این رابطه ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن متهم سر بریده همسرش را در مقابل چشمان مردم در شهر می‌چرخاند. این امر واکنش بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشته. در قوانین ایران مواردی در نظر گرفته شده تا افرادی که مرتکب به قتل‌های ناموسی می‌شوند را از مجازات‌های سنگین معاف کنند. که خب این خبر مغایرت داره با اهداف 23 یونسکو، هدف 5 دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران، هدف 16 ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای مؤثر پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح، و همچنین مغایرت داره با مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 2 عدم تبعیض، ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 22 حق امنیت اجتماعی فرهنگی و مالی. خبر بعدی ارتباط داره با مریم کاشانیان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، با خطر آفرین خواندن حذف ارائه رایگان و یارانه اقلام پیشگیری از بارداری در خانه های بهداشت گفت و محرومیت اقشار آسیب پذیر از این اقلام موجب وقوع حاملگی های ناخواسته و در نتیجه افزایش سقط های غیرقانونی در کشور می شود. نایب رئیس انجمن زنان و زایمان در رابطه با وضعیت شناسایی بیماری های مقاربتی و ارتباط آن با عدم ارائه اقلام بارداری نیز افزود در حال حاضر امکان شناسایی بیماران
مقاربتی وجود ندارد. با این حال این افراد می توانند حامله شوند، ولی جهت پیشگیری از انتقال بیماری لازم است به روش های پیشگیری نظیر کاندوم دسترسی داشته باشند. که خب این خبر مغایرت داره با اهداف 23 یونسکو، هدف 3 تأمین زندگی توأم با سلامت، هدف 5 دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی تمام زنان و دختران، و همچنین مغایرت داره با مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون ماده 12 عدم دخالت در احوال شخصی ماده 25 حق خوراک، مسکن و مراقبت‌های طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه ماده 29 حق مسئولیت نسبت به جامعه. خبر بعدی ارتباط داره با سرگاه شنبه 16 بهمن، حکم یک زندانی زن که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود در زندان مرکزی قزوین به اجرا درآمد. هویت این زندانی خاتون حمیدی حدوداً 23 ساله و دارای فرزند عنوان شده است. خانم حمیدی از حدود 5 سال پیش به اتهام قتل نامزدش بازداشت شده و تا لحظه اجرای حکم در زندان به سر برده است. او تنها یک برادر داشت که تمام تلاش‌های وی برای کسب رضایت از اولیای دم بی ثمر ماند. اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر توسط رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. بیش از 88% اعدام‌های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شود که نهادهای حقوق بشری اصطلاحاً آن را اعدام مخفیانه می‌خوانند. که خب این خبر مغایرت داره با اهداف 23 یونسکو، هدف 16 ترویج جوامع صلح طلب فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای مؤثر پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح، و همچنین مغایرت داره با مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف حبس یا تبعید غیرقانونی، ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه. خبر بعدی، عسل محمدی فعال کارگری توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به 1 سال و 8 ماه حبس و 2 سال محرومیت از عضویت در دستجات سیاسی اجتماعی محکوم شد. در صورت تایید این حکم در مرحله تجدید نظر 1 سال زندان برای خانم محمدی قابل اجرا خواهد بود. وی از بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به این حکم محکوم شده. که این خبر مغایرت داره با هدف 23 یونسکو، هدف 16 ترویج جوامع صلح طلب فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای مؤثر و پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح، و همچنین مغایرت داره با مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف حبس یا تبعید غیرقانونی، ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه، ماده 22 حق امنیت اجتماعی فرهنگی و مالی. خبر بعدی ارتباط داره به دنبال انتشار ویدیو جشن و آوازخوانی گروهی از دانش آموزان دختر در یکی از امامزاده های اصفهان، اداره کل اوقاف این شهر عنوان کرد که با افراد خاطی به دلیل مراعات نکردن حرمت امامزاده برخورد خواهد شد. اداره کل اوقاف گفته است که مدرسه دخترانه به دلیل محدودیت فضا جشنی در سالن مجاور امامزاده برگزار کرده بودند که به دلیل برودت هوای سالن دانش آموزان به حرم اصلی منتقل شدند. که خب این خبر مغایرت داره با اهداف سند 23 یونسکو، هدف 16 ترویج جوامع صلح‌جو و دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای مؤثر پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح، و همچنین مغایرت داره با مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون. خبر بعدی ارتباط داره با خدیجه مهدی پور که 34 ساله و ساکن ایلامه. این زندانی سیاسی که بدون رعایت اصل تفکیک جرایم در زندان ایلام به سر میبرد، روز پنجشنبه 21 بهمن ماه با تحریک مسئولان زندان مورد ضرب و شتم 3 تن از زندانیان متهم به جرایم خشن صورت گرفته که منجر به آسیب دیدگی وی از ناحیه چشم شده
که وی بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام، توهین به خمینی و توهین به رهبری محاکمه شده و با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی 20 ماه حبس در خصوص او قابل اجراست. به او عنوان شده است که با به دلیل توبه نکردن مشمول آزادی مشروط و آزادی زود هنگام نخواهد بود، که این خبر مغایرت داره با هدف 23 یونسکو، هدف 16 ترویج جوامع صلح طلب فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای مؤثر پاسخ بود و فراگیر در تمام سطوح، و همچنین مغایرت داره با مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف حبس یا تبعید غیرقانونی، ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه. خب دوستان عزیز، من فکر میکنم که الان به خاطر ضیق وقت من سخنرانیمو همینجا تموم میکنم. ممنونم که گوش دادین. شب خوبی داشته باشین. سپاسگزارم خانم فانی از گزارش خوبتون. همینطوری که فرمودید گزارش نقص به قدری زیاده که اصلا آدم میمونه واقعا از نظر کمیت فوق‌العاده زیاده و واقعا آدم متاسف میشه. مواردی که میشه به راحتی جلوی این خشونت‌ها رو با وضع قوانین گرفت، به دلیل بی‌توجهی دولت ما شاهد افزایش روزافزون خشونت در جامعه هستیم. اکثر حقوق شهروندان ازشون گرفته میشه، حتی حق شادی بچه‌ها ازشون گرفته میشه. این در حالیه که متاسفانه دادستان کل کشور فضای مجازی رو مسبب تمام این خشونت ها و قتل ناموسی عنوان کرده. بسیار سپاسگزارم از گزارش خوبتون. اگر از همکاران، دوستان و کسانی که در جلسه حضور دارن سوالی دارن بفرمایید. خب میریم به سراغ سخنرانی خانم آیلار اسماعیلی با موضوع سقط جنین. خانم اسماعیلی اگر آماده هستید دستتون رو بالا ببرید. خانم اسماعیلی عرض سلام دوباره خدمت تمامی همکاران. سقط جنین به معنای پایان یافتن بارداری در هر مرحله است که زندگی نوزاد در جریان است. اگرچه غالباً به لحاظ تخصصی خاتمه یافتن بارداری به واسطه جراحی یا خارج کردن جنین یا رویان از رحم پیش از آن که قادر به ادامه حیات باشد را سقط جنین می‌گویند. مرگ جنین اگر به صورت خود به خود رخ دهد به آن سقط ناخواسته گفته می شود. نخستین و مهمترین منبع شریعت و حقوق یهود یعنی تورات به سقط جنین عمدی اشاره‌ای نکرده است. در این کتاب فقط در یک مورد به مسئله سقط جنین اشاره شده و آن سقط شدن جنین زنی در جریان نزاع است. در اینجا ضارب باید برای سقط جنین غرامت مالی بپردازد. در دومین منبع مهم شریعت یهود یعنی تلمود از سقط جنین عمدی سخن به میان آمده است. در این گنجینه شریعت یهود گرچه سقط جنین عمدی ممنوع دانسته شده اما برای ساقط کننده آن مجازات قصاص تجویز نشده است. به رغم ممنوعیت سقط جنین در تلمود، در مباحث حقوقی این کتاب در مواردی سقط جنین روا شمرده شده است. بر اساس قانون تلمود اگر زن در هنگام زایمان دچار مشکل شود و بیم آن رود که مرگ وی را تهدید کند، اگر جنین هنوز در رحم باشد باید با کشتن جنین جان مادر را نجات داد. اما اگر سر یا بخش بزرگتر جنین از رحم خارج شده باشد نمیتوان جنین را سقط کرد، چرا که در اینجا دو موجود زنده قابل بقا وجود دارند و کسی نمیتواند بگوید جان مادر از جان فرزند مهمتر است.
با این همه خود مادر حتی اگر قسمت اعظم جنین به دنیا آمده باشد، می تواند با استناد به قاعده حقوقی پذیرفته شده دفاع مشروع با سخت جنین جان خود را نجات دهد. در برخی از منابع یهودی آمده است که اگر سخت جنین برای درمان مادر لازم باشد، انجام آن مجاز است. و این حکم حتی شامل مواردی نیز می شود که جنین خود منشأ مستقیم بیماری مادر نباشد و خطر مرگ مادر را تهدید نکند. از مباحث بحث‌انگیز در حقوق یهودی درباره جواز یا عدم جواز سخت جنین آنجاست که زن از زنا باردار شده باشد. بسیاری از عالمان یهودی بر این عقیدند که زن شوهرداری که از راه زنا باردار شده باشد می تواند جنین خود را سخت کند. اما اگر دختر بیشوهری این گونه باردار شود، سخت جنین وی روانی است. چرا که بر طبق شریعت یهود، فرزند متولد از زنای زن شوهردار حرامزاده است. اما فرزند دختر بیشوهر حرامزاده شمرده نمی شود. از موارد جواز سخت جنین در تلمود آنجاست که بخواهند مجازات اعدام را درباره زنی که از راه زنا باردار شده است به اجرا درآورند. در این مورد می توان و حتی گفتند که باید جنین زن را پیش از اجرای مراسم اعدام سخت کرد، مگر آنکه عملیات وضع حمل آغاز شده باشد. بحثی که بیشتر در دوران جدید مطرح شده است آنجاست که خطر معلولیت کودک را تهدید کند. بیشتر حقوقدانان یهودی میگویند حتی در این صورت نیز نمیتوان جنین را سخت کرد. با این همه برخی از حقوقدانان جدید یهودی در این باره رویکرد منعطف‌تری اتخاذ کردند و در مواردی سخت جنین را اجازه دادند. به اعتقاد کلیسای کاتولیک روم، جنین از لحظه انعقاد نطفه انسانی کامل است و حق حیات دارد. از این رو این کلیسا از آغاز پیدایش جنین هر گونه اقدام به سخت جنین را نکوهش کرده است. در دیداخه یکی از نخستین کتاب‌های راهنمای تعالیم مسیحی چنین آمده است: کودک را با سخت کردن نکش و باعث هلاکت نوزاد نیز نشو. در یکی دیگر از اسناد مسیحی سخت جنین از گناهان نفرت انگیز شمرده شده است. گرچه برخی از دانشمندان دمیده شدن روح را ملاک جواز یا عدم جواز سخت جنین می دانستند، کلیسای کاتولیک در قرن 19 رسما این دیدگاه را رد کرد و اعلام کرد که جنین در هر مرحله‌ای که باشد سخت آن نارواست و ساقط کننده جنین به مجازات شرعی طرد محکوم می شود. یکی از مهمترین اشکالاتی که به این عقیده کلیسای کاتولیک وارد شده است این است که جنین ممکن است زندگی مادر را در خطر مرگ قرار دهد. مسیحی های کاتولیک در پاسخ به این ایراد قاعده نتیجه دوگانه را برای حفظ جان مادر پیشنهاد کردند. بر طبق این قاعده برای مثال اگر زن بارداری به سرطان رحم مبتلا باشد، پزشک می تواند برای نجات جان وی رحم سرطانی را بیرون بیاورد. در اینجا پزشک و مادر مرگ جنین را قصد نکردند، بلکه یک عمل مشروع را برای درمان بیماری وی انجام دادند. در مقابل دیدگاه کلیسای کاتولیک، بسیاری از دانشمندان پروتستان و ارتدوکس و دیگر فرقه های مسیحی به ویژه در دوران اخیر جنین را انسان بالقوه شمردند که دارای حقوقی برگردن زن باردار و دیگران است. با این همه در مواردی سخت آن نیز قابل توجیه است، مانند زمانی که جان مادر در خطر باشد. در دین اسلام اعتقاد بر این است که جنین پس از 120 روز حاملگی به یک جان زنده تبدیل می شود و سخت جنین پس از آن مرحله غیر مجاز تلقی می شود. بسیاری اسلامی اندیشمندان استثناهایی را در این قانون برای شرایط خاص تشخیص می دهند. دانشمندی بیان می کند که اکثر دانشمندان مسلمان سخت جنین را مجاز می دانند، اگرچه نظرشان درباره مراحل رشد جنین که این امر را ممنوع می کند متفاوت است. در عمل دسترسی به سخت جنین بین کشورهای اکثریت مسلمان بسیار متفاوت است. در کشورهایی مانند ترکیه و تونس سخت جنین در صورت درخواست کاملا قانونی است. از طرف دیگر در 18 کشور از 48 از 47 کشور دارای اکثریت مسلمان از جمله عراق، مصر و اندونزی سخت جنین فقط در صورتی مجاز است که زندگی مادر توسط بارداری در خطر باشد. دبیر مرکز مطالعات جمعیت در ایران سخت جنین را یکی از متغیرهای بسیار تعیین کننده در تعداد تولدها عنوان و اعلام کرد بر اساس حداقل آمار
مورد تایید وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی سالانه بیش از 400 هزار سخت جنین انجام می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی با بیان اینکه اجرای درست قانون جوانی جمعیت می تواند باعث کاهش محسوس آمار سخت جنین شود، افزود طی 5 سال گذشته تعداد موالید با روند کاهشی همراه بوده است. تعداد 1,570,000 تولد در سال 94 به 1,100,000 تولد در سال 99 رسیده است. در بهار و تابستان سال جاری نیز روند کاهش تولدها همچنان ادامه دارد. وی با اشاره به اینکه حدود 3% از این سخت‌ها ناشی از ضوابط خارج از عرف یا به تعبیری غیر مشروع است اظهار کرد 96% از این سخت‌ها نیز در نهاد قانونی و شرعی خانواده رخ می‌دهد که حدود 10% از این سخت‌ها به سخت‌های غیر ارادی و مشکلات پزشکی که در مادر اتفاق می‌افتد مربوط می‌شود. اما ما بقیه سخت‌ها سخت‌های ارادی است که بخشی با مجوز پزشکی قانونی و بخش دیگر بدون مجوز پزشکی قانونی که تحت عنوان سخت جنایی و غیر قانونی از آن یاد می‌کنیم رخ می‌دهد. در ماده 306 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره سخت جنین قبل از دمیدن روح در آن چنین بیان شده است: جنایت عمدی بر جنین هرچند پس از پیدایش روح باشد موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری محکوم می شود. طبق ماده 556 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سخت جنین در ماه‌های حرام را مانند دیه فرد بالغ در ماه‌های حرام دانسته است و در این باره می‌گوید سخت جنین اگر بعد از دمیده شدن روح باشد حکم تقلیص شامل آن می‌شود. دیه هایی که بر اساس سخت جنین در نظر گرفته شده است بر اساس میزان رشد جنین است. در ماده 716 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این باره می‌گوید طفلی که در رحم مستقر شده است 2/2 دیه کامل اقله که در آن جنین به صورت خون بسته در می آید، 4/7 دیه کامل مزغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی در می آید، 6/7 دیه کامل عظام که در آن جنین به صورت استخوان در آمده اما هنوز گوشت روییده نشده است، 8/7 دیه کامل جنینی که گوشت و استخوان بندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است، 1/10 دیه کامل و دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است، اگر پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد 3/4 دیه کامل. در صورتی که به مادر آسیبی وارد شود و بر اثر آن سخت جنین صورت گیرد، ماده 717 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این باره می‌گوید هرگاه در اثر جنایت وارد بر مادر جنین از بین برود علاوه بر دیه یا ارزش جنایت بر مادر دیه جنین نیز در هر مرحله ای از رشد که باشد پرداخت می شود. مادر خود نسبت به جنین مسئولیت دارد و باید تمام تلاش خود را برای سالم ماندن او بکند. در ماده 718 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این باره آمده هرگاه زنی جنین خود را در هر مرحله‌ای که باشد به عمد، شبه عمد یا خطا از بین ببرد، دیه جنین حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می‌شود. این ماده یک تبصره دارد که مربوط به زمانی است که نگه داشتن جنین برای سلامت مادر مضر باشد. در این زمان دیگر قانون دیه برداشته می‌شود. در ماده 622 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد مجازات هایی که برای سخت جنین در نظر گرفته شده است گفته هر کس آلمن و آمدن به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله موجب سخت جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از 1 تا 3 سال محکوم خواهد شد. گاهی اوقات شخصی از روی دشمنی ماده‌ای را به مادر می‌دهد و به واسطه آن جنین سقط می‌شود. فرد مجرم به 6 ماه تا 1 سال حبس محکوم می‌شود. حال اگر خود مادر چه به صورت عمدن و چه سهواً ماده‌ای را مصرف کند و موجب سقط جنین شود، به 3 ماه تا 6 ماه زندان محکوم خواهد شد. مگر زمانی که جنین برای مادر ضرر داشته باشد و این ادعا ثابت شده باشد. افراد و پزشکانی در جامعه هستند که به صورت غیرقانونی جرم سخت جنین را انجام می‌دهند. این کار غیرقانونی است و قانونگذار برای آن قوانین را در نظر گرفته. ماده 624 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این باره می‌گوید
اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می‌کنند و وسایل سخت جنین را فراهم می‌سازند یا مباشرت به اقساط جنین می‌کنند، به حبس از 2 تا 5 سال محکوم خواهند شد و حکم پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد گرفت. پس از سخنان بی سابقه آقای خامنه ای درباره ضرورت افزایش جمعیت که در آن گفتم سیاست محدود کردن جمعیت اشتباه بوده و از خدا خواسته این اشتباه را ببخشد. نمایندگان مجلس در خرداد ماه سال 1399 طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده را در صحن مجلس مطرح کردند. این طرح که هدف آن افزایش نرخ باروری به 2.5 کودک برای هر زن بود، پس از 7 سال با تغییرات بسیاری در مجلس 11 به تصویب رسید. امیر حسین بانکیپور فرد، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت، به خبرگزاری خانه ملت گفت طرح جدید که بررسی آن 9 ماه به طول انجامید یکی از اقدامات بسیار مهم در تاریخ قانونگذاری ایران است. با این حال 2 ماده 53 و 56 این مصوبه به طور خاص با انتقاد و هشدار جامعه پزشکی و فعالان جامعه مدنی مواجه شده است. ماده 53 از وزارت بهداشت می‌خواهد تا در دستورالعمل‌های فعلی مرتبط با سخت جنین بازنگری کند و ماده 56 هم به معنا تشکیل کمیسیونی جدید متشکل از فقها و پزشکان است. بنابر ماده 53 طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، وزارت بهداشت مکلف است دستورالعمل‌های صادره که در آن کادر درمانی یا مادر را به سخت جنین توصیه می‌کند را مورد بازنگری قرار دهد. مجلس در پیشنویس اولیه ماده 53 به طور کامل خواستار حذف طرح قربالگری شده بود که بعدتر این عبارت از این ماده حذف شد. با این حال ماده 53 همچنان مورد انتقاد پزشکان قرار دارد. در ماده 56 مصوبه طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده است. سازمان پزشکی قانونی مکلف شده پس از ابلاغ این قانون دستورالعمل اجرایی آن را تهیه کند. این ماده تصریح کرده که از این پس دستورالعمل‌ها و رویه‌های مربوط به بارداری و سخت در شورای متشکل از پزشکان و فقیهان گرفته خواهد شد. بند سوم این ماده نیز تأکید کرده که مراکز پزشکی مکلفند موارد مربوط به سخت جنین را به کمیسیونی متشکل از یک قاضی ویژه، یک پزشک متخصص متعهد و یک متخصص پزشکی قانونی ارجاع کنند. در پایان تبصره سوم این ماده واحده آمده است که کمیسیون با رعایت اصل عدم جواز سخت در موارد تردید بر اساس دستورالعمل‌های فقهی مربوط با اکثریت آرا مشروط بر اینکه قاضی عضو کمیسیون موافق آن باشد اقدام به صدور رأی نماید. این رأی قطعی است. اعظم سادات موسوی رئیس انجمن متخصصان زنان و مامایی در انتقاد از پیشنهادهای مرتبط با طرح قربالگری و سخت جنین که با مشکل ژنتیک مواجهند به روزنامه همشهری گفته بر اساس طرح جدید شورای در سازمان نظام پزشکی قانونی متشکل از 2 فقیه، 1 قاضی و چند پزشک تشکیل خواهد شد. خرج مادر را نیز قاضی تعیین می‌کند. یعنی اگر مادر بگوید امکان نگهداری کودک معلول را ندارد کافی نیست و در نهایت قاضی باید به این تشخیص برسد. به طور کلی استدلال مخالفان قربالگری جلوگیری از سخت کردن کودکان سالم است. اما از نظر موافقان این نگرانی وجود دارد که در صورت تایید مصوبه مجلس در شورای نگهبان شمار نوزادانی که با نقص کروموزومی به دنیا می‌آیند بیشتر شود. محمد اکرمی رئیس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران نیز میگوید تبدیل شدن طرح مجلس به قانون نیز به معنای تولد سالانه 9000 فرزند معلول خواهد بود. پیشتر مرضیه وحید دستجردی که زمانی وزیر بهداشت بود و خود متخصص زنان است در مصاحبه‌ای به خبرگزاری فارس گفته بود آمار کودکانی که به دلیل نقص کروموزومی سخت درمانی شده‌اند در مقابل کودکانی که سالم به دنیا آمده‌اند کمتر از 1% و فقط 64% است. طرح جدید مجلس در واقع در ادامه سیاست کلی جمعیتی که رهبر جمهوری اسلامی ایران تعیین کرده است، تلاشی برای افزایش جمعیت و تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری و قطع برنامه‌های تنظیم خانواده است.
مخالفت با طرح مجلس در حالی صورت می‌گیرد که وزارت بهداشت ایران نیز برنامه تشویق زنان به جلوگیری از بارداری ناخواسته و توزیع رایگان وسایل جلوگیری از حاملگی را متوقف کرده است. این نگرانی وجود دارد که محدودیت بیشتر سخت جنین قانونی در ایران و همچنان توقف برنامه‌های مربوط به جلوگیری از بارداری‌های ناخواسته باعث افزایش موارد سخت جنین ناامن شود. غیرقانونی بودن سخت جنین و غیر اخلاقی دانستن آن مختص ایران یا کشورهای خاورمیانه نیست. در بسیاری از کشورها از آمریکا و اروپا تا آفریقا و آسیا انتخاب پایان دادن به بارداری برای زنان غیرقانونی است. اما این مسئله در بسیاری مواقع باعث می شود که زنان از راه‌های خطرناکی دست به این کار بزنند و حتی گاهی جان خود را از دست بدهند. بنابر اعلام سازمان جهانی بهداشت سالانه حدود 10% از مرگ و میرهای مادران در جهان به دلیل سخت جنین ناامن است. سازمان بهداشت جهانی سخت جنین ناامن را به عنوان روشی برای پایان دادن به حاملگی تعریف می‌کند که توسط فردی فاقد مهارت‌های لازم انجام شود یا در محیطی انجام گیرد که مطابق با حداقل معیارهای پزشکی نباشد و یا نه فرد مهارت داشته باشد و نه محیط مناسب باشد. سخت جنین ناامن در مکانهایی که سخت جنین غیرقانونی است شایع است. تقریبا نیمی از سخت جنین در سرتاسر جهان ناامن است و تقریبا تمام سخت‌های ناایمن در کشورهای در حال توسعه رخ می‌دهد. در کشورهای در حال توسعه سخت جنین ناامن دلیل اصلی مرگ و میر مادران است. زنانی که سخت جنین ناامن دارند در معرض مشکلات جدی پزشکی از جمله سخت جنین ناقص، خونریزی شدید، عفونت، سوراخ شدن رحم و آسیب به دستگاه تناسلی و اندام‌های داخلی با قرار دادن اشیاء خطرناک مانند چوب، سوزن بافندگی یا شیشه شکسته در محفل یا مقعد قرار دارند. هر سال حدود 7 میلیون زن به دلیل عوارض سخت جنین ناامن در بیمارستان‌ها بستری می‌شوند و بین 7.4% تا 13.2% از مرگ و میر مادران را می‌توان به سخت جنین ناامن نسبت داد. عوارض سخت ناامن عبارتند از پارگی رحم. این عارضه ناشی از سوراخ شدن رحم توسط یک شیء تیز که برای خروج کیسه بارداری وارد رحم می‌شود است. اغلب افرادی که سخت غیرقانونی انجام می‌دهند به علت نداشتن تحصیلات کافی درک دقیقی از اندازه رحم در سنین مختلف بارداری نداشته و به راحتی با وارد کردن میله یا چوب به رحم مادر باعث پارگی رحم و یا حتی پارگی اعضای مجاور آن مانند روده‌ها و مثانه می‌شود. خونریزی ناشی از پارگی رحم از علل مرگ زنان پس از سخت ناایمن است. عفونت‌های رحمی و اندومتریت. اغلب سخت‌های ناایمن در مکان‌های غیر بهداشتی و فاقد تجهیزات کافی انجام می‌شود و ریسک انتقال آلودگی در محیط به رحم افزایش می‌یابد. محیط رحم پس از سخت بسیار مستعد عفونت است و با ورود حجم کمی از میکروب به سرعت دچار عفونت رحم می‌شود. عفونت رحم در صورتی که گسترش یابد می‌تواند باعث عفونت خونی و حتی مرگ شود. خونریزی آسیب به بافت رحم می تواند منجر به خونریزی های غیر قابل کنترل و باعث مرگ مادر شود. چسبندگی های داخل رحمی و نازایی. دستکاری های غیر اصولی بافت رحمی منجر به آسیب دیواره رحم می شود. در نتیجه دیواره رحم به طور غیر عادی شروع به رشد کرده و رشته های از آن کل محیط داخلی رحم را پر می کند. محیط رحمی که با رشته های بافت رحمی پر شده است دیگر قابلیت باروری نخواهد داشت و تنها با انجام جراحی و خروج این بافت ها امکان بارداری مجدد فراهم می شود. جنبش های سخت جنین همچنین به عنوان جنبش های طرفدار انتخاب از دسترسی قانونی به خدمات الغای سخت جنین حمایت می کنند. موضوع سخت جنین اقتضای زندگی اجتماعی است که با استدلال‌های تکراری بر سر آزادی سازی یا محدود کردن دسترسی به خدمات سخت جنین قانونی همواره باقی است. خود حامیان سخت جنین اغلب بر اساس نوع خدمات سخت جنین که باید در دسترس باشد و شرایط سخت، مثلا در سخت دیرهنگام جنین که ممکن است محدودیت دسترسی وجود داشته باشد، تقسیم می‌شوند. در آفریقای جنوبی سخت جنین بر اساس تقاضای فرد در مورد پایان دادن به حاملگی قانونی است.
با این حال در اکثر کشورهای آفریقایی سخت جنین ممنوع است، مگر در مواردی که زندگی یا سلامت زن در معرض خطر است. تعدادی از سازمانهای بین‌المللی حقوق سخت جنین قوانین سخت جنین را تغییر دادند و خدمات برنامه ریزی خانواده در کشورهای جنوب صحرای آفریقا و کشورهای در حال توسعه را در اولویت قرار دادند. از آنجا که آرژانتین در برابر سخت جنین بسیار محدود است، گزارش قابل اعتماد در مورد میزان سخت جنین در دسترس نیست. آرژانتین که کشور قویان کاتولیک است و گروه‌های خواهان آزادی سخت جنین در سال 2013 اعتراضات را به سمت کلیساهای کاتولیک هدایت کردند. آرژانتین مبدا سازمان ضد خشونت است که در سال 2015 برای اعتراض به قتل دایانا گارسیا تشکیل شد که مخالف نقض حق زن برای انتخاب تعداد و فاصله حاملگی است. سخت جنین در جمهوری ایرلند غیرقانونی است، مگر زمانی که شرایط تهیه کننده زندگی از جمله خطر خودکشی وجود داشته باشد. از رفراندوم سال 1983 میلادی، همان اصلاحیه 8 قانون اساسی ایرلند، قانون اساسی ایرلند با توجه به شرایط تغییر کرده است. اصلاحات بعدی در سال 1999 میلادی، حق سفر به خارج از کشور برای سخت جنین و توزیع و به دست آوردن اطلاعات خدمات قانونی موجود در کشورهای دیگر را تضمین کرد. در انگلستان، قانون سخت جنین در سال 1967 میلادی سخت جنین را در موارد زیادی به جز در ایرلند شمالی قانونی کرد. در بریتانیا طبق قانون امکان ختم بارداری تا هفته 24 وجود دارد، به شرطی که زندگی خانم باردار را در معرض خطر قرار دهد، تهدیدی بر سلامت روانی و جسمی زن باردار باشد، سلامت ذهنی و جسمی جنین در خطر باشد، شواهدی از اختلال شدید جنین وجود داشته باشد، مثلا کودکی که خطر معلولیت شدید فیزیکی یا ذهنی پس از تولد و در طول زندگی او را تهدید کند. بسیار سپاسگزارم از همکاران که سخنرانی من رو گوش کردن. من سخنرانی خودم به پایان میرسونم و خوشحال میشم که دیگر همکارانم هم نظر خودشون رو در ارتباط با سخت جنین با ما در میون بذارن. با عرض سلام، خیلی ممنون از سخنرانی خیلی خوبتون. ببخشید من اینترنتم قطع شد. صدای من هست الان تو جلسه؟ آیه امامی شما ادامه بدین. آیه امامی، بر همه همکاران بده، من در خدمتتون هستم. جناب آقای جعفری میخواستن نظراتشون رو اعلام کنن که من صدایشون رو الان باز میکنم تا نظراتشون رو بشنویم. جناب رضایی، من دسترسی برای صدا باز کردن ندارم، اگه امکانش هست شما صدای آقای جعفری رو باز کنید، چون مایل هستن که نظراتشون رو در مورد سخنرانی خانم اسماعیلی اعلام بفرمایید. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه عزیزان، خصوصا خانم اسماعیلی. ببخشید من می‌خواستم صحبت کنم، دیگه خانم بیرزندی صحبت کردن، من قطع کردم صحبتم. من در ادامه به صحبت‌های خانم اسماعیلی می‌خواستم یه موردی رو بسته بگم خدمت همکاران، حالا شاید لازم باشه. حالا یکی از موارد سقط جنین، سقط خود به خودی هست که معمولاً تو سقط خود به خودی از دست دادن جنین به صورت غیر عمدی که معمولاً تو بارداری ها
تقریبا هلوهوش 10-20% هست. و قبل از هفته 20 و یه تجربه معمولا طبیعیه که بعضی وقتا حتی خانم‌ها خودشون هم متوجه نمیشن و احتمال مثلا اینکه باردار بشن و بارداری منجر به سقط خود به خودی بشن. معمولا این مورد از هر 4 بارداری تو به اصطلاح سر تا سر جهان یکیش منجر به سقط خود به خودی میشه. معمولا تو اون هم 8 اول اتفاق میفته. 9 از 10 سقط به اصطلاح خود به خودی معمولا تو 3 اول اتفاق میفته. حالا چه چیزی باعث به اصطلاح این سقط خود به خودی میشه؟ یکی لکه بینی هست، خونریزی واژینال هست، خارج شدن بافت و مایعات از واژن هست، دلدرد شدید یا گرفتگی به اصطلاح کمر هست، کمردرد باز خفیف تا شدید هست. اینا معمولا مواردی هست که اگر که خانم بارداری تو زمان بارداریش باش روبرو بشه حتما باید پزشکش مراجعه بکنم. بیشتر به اصطلاح سقط ها به دلیل این هست که جنین به طور طبیعی رشد نمی کنه که معمولا 50%شون هم مربوط به مشکلات کروموزومی هست. اگه به اصطلاح مادران باردار دیابت کنترل نشده یا عفونت یا مشکلات هورمونی، مشکلات روانی، بیماری های تیروئیدی این چیزا رو داشته باشن احتمال داره که منجر به سقط خود به خودی بشه. حالا یه قانونی تقریبا یه 2 قبل رو شورای نگهبان تایید شده و دولت هم ابلاغ شد، هم قانونی که خانم اسماعیلی هم عرض کردن، جوانی جمعیت و حمایت از خانواده. این طبق نظر کارشناسان سازمان ملل معمولا رد شده هست و معنای گرفتن حق دسترسی آزادانه به وسایل جلوگیری از بارداری و عقیم کردن داوطلبانه هست که بر اساس این قانون به حقوق زنان معمولا نقض میشه. و موردی که هست به اصطلاح ماده 61 معمولا شدیدترین مجازات براش در نظر گرفتن که حالا طبق فکر کنم اصل 286 مجازات اسلامی باشه که افرادی که به سقط جنین بکنن معمولا مفسد فی الارض شناخته میشن. ممنونم از این که مایک در اختیار من قرار دارید. ممنونم آقای جعفری برای اظهار نظرتون و همینطور خیلی تشکر میکنم از خانم اسماعیلی برای سخنرانی کاملشون در باب سقط جنین. اگر از همکاران کسی صحبتی یا اظهار نظری داره دستش رو بالا کنه که مایک براش آزاد بشه. آقای امامی شما دستتون بالاست، میخواید شرکت کنید در بحث؟ درود بر شما. بله، من اگر اجازه بفرمایید خواستم در مورد موضوع سقط جنین مطلبی رو عرض کنم که اجباری کردن. اول ممنونم از خانم اسماعیلی بابت سخنرانی خیلی خوبشون و مطالب کاملشون و خواستم یک مطلبی رو اضافه کنم به این که سقط جنین یک مطلب واقعا شخصیه و هیچ دولت یا هیچ دینی نمیتونه این موضوع رو تحمیل بکنه به کسی و نباید این چیزی باشه. یعنی واقعا خارج از بحث حقوق بشریه. حالا این بحث گناه که در مسائل دین ها هست، در دین مسیحیت در 2 در یک بخش اجازه داده که در یک مذهبشون که اجازه داده که میتونید
سخت جنین کنید که برای افانگیریش ها هست و کاتولیک ها اجازه ندارن و در خب اسلام که در هر چند مذهبش شیعه، سنی، نمیدونم رافضی، هر شاخه‌ای که داره همشون سخت جنین رو کلن حرام اعلام کرد، ولی من به عنوان یک انسان، به عنوان یک مرد که قراره یک پدر بشه و این حق رو به حتی با کسی که حالا قرار پارتنر، همسر، شریک زندگی باشه، این حق رو هم برای خودم قائلم، هم و حق رو برای طرف مقابلم قائلم که تصمیم بگیرن که آیا الان واقعا وقت شرایط، وقت این بچه دار شدن رو دارن یا نه. خود بچه وقتی به دنیا میاد، الان بچه های توی ایران همشون غالبا کسایی که تو خانواده های ضعیف هستن این سوال رو پدر و مادرشون میپرسن که شما وقتی نمیتونستید ما رو اداره کنید از لحاظ مسائل اقتصادی یا فرهنگی بمونن، چرا ما رو به دنیا آوردید؟ یعنی خود اون شخص، این بچه راضی نیست از به دنیا آمدنش و این خانواده ها غالبا بابت مسائل مذهبی بچه رو به دنیا آوردن و بابت نبود امکانات سخت جنین که خب تو ایران باید یواشکی برن، که خانم اسماعیلی هم فهمیدن که چه اتفاقات ناگواری در پس این سخت جنین های یواشکی که غیرقانونی در مطب ها، در پستوی خانه ها انجام میشه، چه عواقب بسیار سنگینی در انتظار مسائل جسمانی اون زن نهفته است و خب به قول معروف یه جورایی دیگه تن میدن به بچه دار شدن. و امیدوارم که بشه ما در کمیته زنان فعالیتی داشته باشیم که این قانون نه حذف بشه از جزء قوانین حالا یک کشور. من وقت رو رها میکنم، ممنون که به صحبتهای من گوش دادید و این وقت رو به من هم دادید. بله سپاسگزارم آقای امامی. بله دقیقا، متاسفانه با تصویب این قانون که تصویب هم شد متاسفانه، آزادی خانواده ها گرفته میشه در مورد حق انتخابشون برای اینکه بچه رو نگه دارن یا نه. و متاسفانه اشاره کنم به اینکه حتی برای آزمایش اولیه‌ای که یه زن میده برای اینکه ببینه حامل است یا نه، آزمایشگاه ها رو یعنی شده یه قانون که به صورت آنلاین باید اینو ضبط کنن، به صورت بایگانی کنن و اگر انتها در انتها مشخص بشه که این حاملگی به اتمام نرسیده و بچه به دنیا نیومده، این پیگرد قانونی داره. یعنی اینم باز یه موردی هست که مجبور میکنه پدر مادر رو که یه حاملگی ناخواسته رو نگه دارن. خب خانم اسماعیلی خیلی خوب اشاره کردن و همه موارد فکر میکنم گفته شد. خیلی ممنون. امیدوارم که منم امیدوارم، چون خیلی عوارض داره، نه تنها بچه هایی که مریض هستن، ممکنه مشکل کروموزومی یا هر مشکل دیگه ای داشته باشن به دنیا بیان و برای جامعه به هیچ وجه خوب نیست. حتی جان مادر هم در خیلی از موارد به دلیل حالا پرکلمسی، اکلمسی، نارسایی های قلب یا کبد یا کلیه که براشون واقعا برای سلامتی خود مادر را خطرناکه، این حاملگی ادامه پیدا کنه و آمار مرگ و میر مادران باردار در کشور که الان از هر 100,000 نفر 18 نفر هست، مسلما با این قانون بالا میره. بسیار سپاسگزارم. اگر از همکاران دیگه اظهار نظر خاصی دارن لطفا دستشون رو بالا ببرن. ممنونم. میریم سراغ سخنرانی بعدی، خانم معصومه بهمنی راد با موضوع زن در قانون مجازات اسلامی ایران. خانم بهمنی راد اگر آماده هستید دستتون رو بالا ببرید. بفرمایید. درود دوستان، اوقات خوش. با موضوع زن و قانون مجازات اسلامی در ایران در خدمتتون هستم. به حقوق مربوط به جرم و مجازات
حقوق کیفری گفته میشه. قانون مجازات اسلامی قانونیه که به جرم و مجازات میپردازه. این قانون مهمترین قانون کیفری ایران درباره جرم و مجازات در کشور ماست که 721 ماده داره و در سال 92 تصویب شده. در قانون مجازات اسلامی مشخص شده که هر جرم چه مجازاتی داره، چگونه میتوان یه جرم رو ثابت کرد، چگونه مجازات یک جرم رو میتونیم کاهش یا افزایش داد. که در ادامه من به دو تا از این موردها میپردازم که در واقع نتیجهش هم اعدام و مرگه که قویاً نشان از خشونت و تبعیض رو به خصوص برای زنان رو داره. مجازات مرگ اون هم در دنیای متمدن امروزی که اعلامیه حقوق بشر رو داره. بله، ما از مرگ یک موجود سخن میگیم. در دین اسلام که مبنای شروع قانونگذاری جمهوری اسلامی است، میتوان مرگ را برای خطا در نظر گرفت. به جز قانون که در جاهای اجازه داره جان بگیره مثل سنگسار و اعدام، پدران و همسران و برادران هم میتوانند در جوار بی‌عدالتی همین قانون مفتوحانه جان بگیرن. در گزارش همین ماه که الان یکی از دوستان داد که در موارد نقض حقوق زنان رو اعلام میکرد، چند تا قتل ناموسی داشتیم. به چه جرمی خوندن یک زن میتونه مجازات داشته؟ میخواد که باید محبوس بشه. در این سخنرانی من به دو مورد از متن مجازات‌های قانون جمهوری اسلامی میپردازم تا ابتدا از نفس قانون با خبر شیم و در پایان خوانش بار دیگر به این نتیجه میرسیم که اصلا چرا تو این کمیته دور هم میشینیم، نقد میکنیم، اعتراض میکنیم این موارد غیر انسانی رو و در موردش بحث میکنیم. اولین موضوع سنگسار. البته پیشاپیش اینم بگم که شاید پیش خودتون بگید که سنگسار وجود دیگه نداره، چرا داریم به موضوعش میپردازیم، اما فی الواقع من توی همین سخنرانی میخوام اینو بگم که به ظاهر نیست و در واقع چیز دیگری شده، و ولی خود نفس سنگسار چیه و به چه شکل اجرا میشه بد نیست که در موردش بدون. روزنامه شرق در تاریخ 5 آذر 98 در گزارشی نوشت که بر اساس قانون پیشین مجازات اسلامی در ایران، حاکم شهر بعد از تشخیص ضرورت اعمال سنگسار باید مردم را از اجرای حکم سنگسار آگاه میکرد و دست کم 3 نفر از مؤمنان هم در سنگسار شرکت میکردند. اما اجرای این مجازات چهره حقوق بشری ایران رو در جهان مخدوش میکرد. بر این اساس در زمان ریاست محمود هاشمی شاهرودی که بر قوه قضاییه بود، دستورالعملی به قضات ابلاغ شد تا تلاش کنن سنگسار رو با روش‌های دیگر سلب حیات جایگزین بشه، یا سلب حیات نظر میخواد. نظر به اجهیت قانون بر بخشنامه، دستورالعمل و توصیه اما صدور حکم سنگسار همچنان ادامه داشته است. به همین دلیل در سال 92 و در اصلاح قانون مجازات اسلامی در مجلس، سنگسار از مجازات های سالب حیات حذف شد که شورای نگهبان با آن مخالفت کرد و پس از 9 ماه رفت و برگشت لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی میونه شورا و مجلس، در نهایت سنگسار در قانون باقی موند. به این ترتیب در ماده 225 قانون جدید مجازات اسلامی اومده که حد زنا برای زانی محسن و زانیه محسن رجم که همون سنگساره هست. اگرچه در ادامه این ماده تغییراتی به این صورت ایجاد شد که در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادر کننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه چنانچه جرم با بیانه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محسن و زانیه محسن است و در غیر این صورت موجب 100 ضرب شلاق برای هر یک می باشد. حاصل این تغییر و تحولات این شد که قانونگذار ملزم به حفظ مجازات سنگسار در قانون به دلایل شرعی شد، اما رویه قضاییه به سمت صدور مجازات جایگزین رفت. ببینید دقیقا اینجا همون جایی که حکومت دینی با استناد به دین و شرع نمیتونه حقوق بشر رو اجرا کنه، چون شرع این محدودیت و ممنوعیت را برقرار کرده. اینجا همون جایی که ما مخالفیم، اینکه مقامات قضایی ایران به جای لغو کامل مجازات هایی همچون سنگسار در قوانین ایران، بروز کردن آیین‌نامه اجرای احکام حدود را در دستور کار خود گذاشتن که واقعا هولناکه و یک بار دیگه نشان میدهند نظام کیفری حاکم بر ایران تا چه اندازه بیرحمانه و غیر انسانی است.
اظهارات مقام‌های ایرانی نشان میده که آنها مایل به استفاده از مجازات سنگسار هستند. قوه قضاییه و حاکمان ایرانی صرفاً از بابت ترس و به دلیل فشارهای بین‌المللی نمیتوانند از مجازات‌هایی مثل سنگسار استفاده کنند، و الا که تا زمانی که قانون وجود دارد، یعنی عملی شدن آن، و از آنجایی که حاکمان ایران خشونت و تبعیض و سرکوب جزو لاینفک حکومت گردانیشان می باشد، جایی نیست که به شکل‌های دیگر سلب حیات عملی می شود. آقای خزائلی، حقوقدان مقیم سوئد، میگه توقف اجرای این حکم به دلیل تغییر نگرش نظام قضایی ایران یا هم فقهای شیعه نسبت به غیر انسانی و وحشیانه بودن حکم سنگسار نیست، بلکه به این دلیله که در شرایط فعلی اونها اجرای این مجازات رو سبب فشار سیاسی بر جمهوری اسلامی میدانن یا آنچه که خود وهن اسلام میخوانن. به محض اینکه از نظرشان شرایط فراهم شود، تردید نکنید که اجرای این مجازات را به سرعت دوباره در پیش خواهند گرفت. اما سنگسار چیست؟ در منابع فقهی درباره سنگسار چنین اومده: سنگسار یا رجم مجازاتیه که در آن محکوم رو تا کمر یا سینه در زمین قرار میدن و سپس به او سنگ میزنن تا بمیرن. سنگسار از حدود به شمار میرود و مجازات زنای محسنه، یعنی زنای مرد یا زن شوهردار، و همچنین در صورت تشخیص حاکم شرع مجازات لواط است. اثبات و اجرای سنگسار شرایطی دارد، از جمله داشتن همسر دائم و امکان آموزش زناکار با همسر خود در زمان زنا. برخی از مراجع تقلید به سبب اینکه امروز اجرای سنگسار به مصلحت اسلام نیست، به اجرای مجازات جایگزین آن فتوا دادند. معین خزائلی میگوید مجازات رجم یا همان سنگسار که مجازات تعیین شده برای جرم زنا است، مجازاتی حدی است، یعنی میزان، کیفیت، شرایط و نوع اجرای آن توسط شارع اسلامی مشخص شده و به هیچ وجه قابل تغییر یا حذف ندارد. مجازات یا شکنجه با توجه به شکل و نحوه در نظر گرفته شده برای اجرای سنگسار، آیا چنین مجازاتی عین و مصداق شکنجه نیست؟ قوه قضاییه ایران همواره شکنجه را تحت عنوان عدالت علیه بازداشت شدگان و زندانیان اعمال می کند. مقامات ایرانی با چنین اقداماتی و با حفظ مجازات های بیرحمانه و غیر انسانی همچون سنگسار که مصداق شکنجه هستند، به طور مشخص قوانین بین المللی مرتبط با ممنوعیت اصل شکنجه را زیر پا می گذارند. این نکته را هم باید یادآوری کنم که تمام مقامات قضایی و دادستانی که در صدور و اجرای مجازات های بدنی از سنگسار گرفته تا شلاق و قطع عضو نقش دارند، عاملان و آمران شکنجه هستند و می توان آنان را بازخواست و محاکمه کرد، و قطعا روزی می رسد که در دادگاه جهانی آنان را محاکمه کنیم، چرا که در حال حاضر شکنجه یک جرم بین المللی است و کشورهایی که متعهد به اصل صلاحیت جهانی هستند، اگر افراد مظنون به اعمال شکنجه را در حوزه جغرافیایی خود مشاهده کنند، می توانند تحت پیگرد کیفری قرارشان دهند و بر اساس قوانین بین المللی، از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران هم به آن پیوسته، و همچنین قوانین عرفی بین المللی، همه کشورها ملزم شدند تا شکنجه را به عنوان یک جرم تعریف و از اعمال آن جلوگیری کنند. به گفته رهاب بحرینی، سازمان عفو بین الملل سال هاست از نمایندگان مجلس در ایران میخواد که برای جلوگیری از ادامه مجازات های بیرحمانه و غیر انسانی، قانون مجازات اسلامی را اصلاح کنند و فوراً با لغو مجازات های بدنی نظام عدالت کیفری را به سمت حرکت بدن که مبتنی بر بازپروری زندانیان برای بازگرداندن آنها به جامعه باشد، به نحوی که بتواند یک زندگی توأم با کرامت انسانی برای خود بسازند. مقامات ایرانی با توسل به مجازات هایی همچون قطع عضو، شلاق و سنگسار، عملا هیچ گونه تمرکزی بر بحث بازپروری ندارند. رها بحرینی، حقوقدان و فعال عفو بین الملل، میگه که یکی از دلایل اصلی نپیوستن ایران به کنوانسیون منع شکنجه و دیگر مجازات های بیرحمانه و غیر انسانی رو همین بحث مجازات های بدنی میدونه که مقامات ایرانی اصرار دارن با ارجاع به قوانین شریعت اونها رو در قوانین کیفری حفظ کنند.
اون میگه البته باید یادآوری کرد در حال حاضر هم به دلیلی که ایران عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است و همینطور در عرف بین‌المللی شکنجه ممنوع شده، در واقع رفع مسئولیت از مقام‌های ایرانی نمیشه، اما برای بهبود وضعیت موجود مهمه که فشار مدنی و بین‌المللی ایجاد شود تا ایران نیز به کنوانسیون منع شکنجه بپیوندد. سنگسار ادامه دارد، این سوالیه که میپرسیم، با توجه به اینکه سنگسار از قوانین حقوقی و جزایی جمهوری اسلامی حذف نشده، نگرانی از به اجرا گذاشته شدن آن همچنان و همواره وجود دارد. رها بهرنی در همین زمینه میگوید سال گذشته سازمان عفو بین‌الملل دست کم در جریان یک پرونده سنگسار قرار گرفت. طبق معمول در این پرونده به اتهام زنای محسنه مجازات سنگسار صادر شده بود. دو سال پیش هم دو مورد گزارش شد، اما عفو بین‌الملل قادر به تایید آنها نبود. به گفته بهرنی گزارش‌های رسیده به این نگرانی دامن می‌زنند که زنان دیگری هم در معرض خطر صدور و اجرای حکم سنگسار باشند، اما به دلیل فقر یا عدم دسترسی به مشاوره حقوقی مناسب نتوانند درباره پرونده خود اطلاع رسانی کنند. او درباره اینکه چرا حکم سنگسار بیشتر برای زنان صادر می‌شود نیز می‌گوید آنطور که از تحقیقات سازمان‌های بین‌المللی برمی‌آید علت اینکه زنان به طور غیر متناسب جز به قربانیان این مجازات هستند این است که مردها در ایران می توانند چندین همسر داشته باشند، اما بسیاری از زنانی قربانی مجازات سنگسار شدند کسانی بودند که در روابط خشونت آمیزی قرار گرفتند که به دلیل نداشتن حق طلاق نمی توانستند از آن رابطه خشونت آمیز خارج شوند و زمانی که در خارج از چارچوب ازدواج وارد رابطه جدید با یک مرد شدند دستگیر شده و با انتصاب حکم زنای محسنه به آنها حکم رجم دریافت شده. نکته دیگری که در مورد قربانیان سنگسار در ایران قابل توجهه اینه که اکثر این زنان جزو زنان فقیر یا متعلق به گروه‌های اتنیکی بودند که به زبان فارسی هم تسلط نداشتند و حتی متوجه نبودند در جریان بازجویی‌ها با چه اتهامی روبرو هستند. به گفته بهرینی آنها نمی‌دونن مجازات رجم در پروردنشون به چه معناست و علاوه بر این همچون بسیاری از پرونده‌های دیگر در دستگاه قضایی ایران روند دادرسی همواره با شکنجه و رفتارهای بی‌رحمانه و عدم دسترسی به وکیل در دوران تحقیقات بوده و این زنان در معرض خطر بیشتری قرار گرفتند. علیه سنگسار چه باید کرد؟ علاوه بر لغو کامل مجازات رجم در ایران، آنچه انجامش ضروری به نظر میرسد جرم زدایی از روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج است که در مجموعه حقوق مربوط به حریم خصوصی و آزادی بیان قرار میگیرد. یعنی چنین رابطه‌ای نباید جرم تعریف شود. قطعا عوامل فرهنگی در تشدید خشونت و استمرار خشونت مؤثر هستند، اما در نهایت این مسئولیت مقام‌های قضایی و قانونگذار یک کشور است که با قانونگذار صحیح و منطبق با استانداردهای حقوق بشری به تغییر ارزش‌های فرهنگی در جامعه کمک کرده و از اقشار آسیب دیده جامعه حمایت کنند، نه اینکه با تاکید بر ارزش‌های فرهنگی زن‌ستیزانه و خشونت آمیز به چنین باورهایی جنبه قانونی و جزایی ببخشند. و ما مشخصا مسئولین و حاکمان را مسئول این همه جرم و خشونت می‌دانیم. مجازات ها از حقوق الهی هستند که توسط شارع تعیین شده و از این رو تغییر آنها از توان اجرا کنندگان حکم الهی خارج است. از این رو دست کم قانونگذار برای حفظ این اصل کلی هم که شده مجازات حد مورد نظر یعنی رجم را در قانون حذف نکرده و اون را حفظ کرده و در مقابل ترجیح داده که اون را اجرا نکنه چون شرط دستش رو بسته. پس الزاماً قانون شرع نمیتواند عدالت را برقرار کند. قانونگذاران اما نباید به شکل رسمی و قانونی فرهنگ خشونت را تثبیت و نهادینه کند که متاسفانه در حال حاضر مقام‌های جمهوری اسلامی نقش مستقیم در تثبیت خشونت علیه زنان و اقشار آسیب دیده دارند و حتی کسانی رو که برای تغییر این قوانین تلاش می‌کنند تحت عناوینی مانند مخالفت با اسلام، توهین به مقدسات و دیگه مورد پیگرد قرار میدن که مشخصا یکیشو همین الان خوندیم، خانم نسرین ستوده و دیگر.
حتی وقتی مدافعان حقوق بشر در چنین مواردی اقدام به اطلاع رسانی می کنند، اونها رو با اتهام تبلیغ علیه نظام یا اتهام اجتماع و تبانی محکوم می کنند. به طور نمونه گلرخ ایرایی یاد می کنیم که به دلیل نوشتن یک داستان تخیلی با موضوع مجازات سنگسار متهم به توهین به مقدسات شده و حکم سنگین حبس گرفته است. همچنین افراد دیگری که در طی سالهای گذشته در کارزارهای علیه سنگسار شرکت کردند و برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان فعالیت کردند، همواره با احضار و بازداشت و تهدید روبرو شدند. و اما دومین مورد از مجازات اسلامی که در ادامه بهش می‌پردازم، مجازات قصاص قتل عمد، قتل عمد هم سرکشی و تفاوتش بین زن و مرد. مجازات قتل عمد همسرکشی و تفاوتش بین زن و مرد در مجازات کردن و قصاص زن یا شوهری که همسر خود را عمدن به قتل می‌رساند، باید به برخی از استنادهای تصریح شده در قانون توجه کرد. امید سلیمی نبنی، مجازات قتل همسر یا همسرکشی چه تفاوت‌هایی با سایر مجازات‌های قتل عمد دارد؟ این نکته از جایی حائز اهمیته که ماجرای همسرکشی در ایران به دلایل ناموسی تبدیل به نکته قابل توجهی در بین قطعهای کشور شده که به روشنی آماری از آنها منتشر نمیشه. برخی تحقیقات حاکی از آنه که قطعها با افتخار یا قطعهای ناموسی حدود 15% از قطعهای کشور رو شامل میشه. نکته اینجاست که با انتشار اخبار مانند خبر دستگیری همسر مبینای 16 ساله به عنوان متهم، باز هم ذهن جامعه متوجه همسرکشی‌های ناموسی میشه و این سوال در ذهن برخی از مخاطبان پیش میاد، این خبر تأسف‌بار شکل میگیره که مجازات او چه خواهد بود. طوری که خبرهای مربوط به قتل مبینا منتشر شده نشان میده در 7 شهریور ماهش جاری همزن 16 ساله متأهلی به نام رومینا در شهرستان رومشکان به قتل رسید. در پی وقوع این قتل 8 نفر مظنون از جمله برخی اعضای خانواده مقتول دستگیر شدند که پس از اعتراف همسر مقتول به قتل همه افراد بازداشت شده آزاد شدند. مراجع رسمی تایید کردند فرد قاتل همکنون در بازداشت است و رسیدگی ویژه به این پرونده توسط دادگستری و نیروهای قضایی انجام می شود. طبق اخبار منتشر شده همسر این زن قاتل او بوده و احتمالاً مسائل ناموسی مانند بسیاری از قتل‌های دیگر در کشور پس زمینه اصلی شکل‌گیری این جنایته. حال میتوان به این نکته پرداخت که مجازات قاتل او چه میتواند باشد؟ قصاص در قتل‌های ناموسی در مجازات اسلامی، قصاص مجازات کسی است که جنایتی را عمدن بر نفس، اعضا و منافع اعضای بدن دیگری وارد کرده باشد. به جز مسائل کلی قصاص که مربوط به برابری در دین، عقل و آزادی است، در قانون تفاوتی وجود ندارد که فرد قاتل زن یا شوهر مقتول بوده و یا برعکس باشد. البته شرایط قصاص از جمله عمدی بودن قتل، شرایط برابر قاتل با مقتول در دین، آزادی و سلامت عقل و درخواست اولیای دم برای اجرای قصاص هم باید وجود داشته باشد. با این حال در بند 3 ماده 302 قانون مجازات اسلامی استثناءات قصاص شاهر قاتل در قتل زن خود وارد شده است. این استثناء میگه در صورت قتل زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر، زانیه در غیر موارد اکراه و اصرار قصاص انجام نمیشود و دیه هم تعیین نخواهد شد. طبق این استثناء در صورتی که شوهری زن خود را هنگام رابطه غیر اخلاقی با مرد اجنبی مشاهده کند و یقین داشته باشد که این رابطه جنسی ناشی از اجبار غیر قابل گریز یعنی تجاوز زنای به عنف نیست، میتونه به قتل رسوندن همسر خود و مرد بیگانه از مجازات در امان باشد. البته شوهر باید اثبات کند که زن خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کرده و اطمینان داشته که تمکین همسرش از روی اجبار و اکراه نبوده است و همچنین اشتباه در شخصی که برقراری رابطه جنسی با او صورت میگیره، مانند آن که فرد به دلیل نوشیدن مشروب یا استفاده از مواد مخدر و محرک به صورت اجباری از حال طبیعی خارج شده باشد
یا اجباری در استفاده از این مواد نداشته باشد، ولی قصد آن هم نداشته که با نوشیدن مشروب یا استعمال مخدر دست به این کار بزند. این فرد نیز در حکم اجبار شده محسوب می شود. نصف دیه مرد برابر با دیه زن طبق قانون مجازات اسلامی، دیه نفس زن نصف دیه مرده. اگر زنی شوهرش رو عمدن بکشه، باید نیمی از دیه او رو به اولیای دم بپردازه و خود نیز از این دیه که در حکم ارث هست محروم میمونه. به این نصف دیه پرداختی فاضل یا تفاضل دیه میگوید. طبق ماده 360 قانون مجازات اسلامی، اولیای دم میان قصاص با رد فاضل دیه، یعنی دادن نصف دیه نفس به قاتل و اجرای قصاص، و گرفتن دیه مقرر در قانون، یعنی گرفتن نصف دیه کامل مرد ولو بدون رضایت مرتکب، زنی که همسرش را کشته، مخبر است. در صورت مخیر است ببخشید. در صورت پرداخت فاضل دیه مرد مجازات میشه و در صورت گرفتن دیه زن مجازات قتل از جنبه خصوصی تمام می شود و حبس به عنوان مجازات عمومی قاتل آغاز خواهد شد. درباره جنایاتی که در شهر اومشکان انجام شده و مردی همسر 16 ساله خود رو به قتل رسونده، شاید بتوان به ماده 428 قانون مجازات اسلامی هم استناد کرد. این ماده میگه در مواردی که جنایت نظم و امنیت عمومی را برهم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد، لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تایید رئیس قوه قضاییه مقدار مذکور از بیت المال بر پرداخت می شود. اگر احساسات مردم درباره این جنایات جریحه دار شده باشند و اولیای دم مقتوله پولی نداشته باشند که به عنوان فاضل دیه، یعنی نصف دیه کامل، به قاتل بپردازند، دادستان از رئیس قوه قضاییه درخواست میکنه که این فاضل دیه از بیت المال پرداخت شود و با پرداخت این پول قاتل به قصاص محکوم و حکم اجرا میشه. یکی دیگه از مواردی که درباره جنایات خانوادگی و به خصوص همسرکشی مطرحه، موضوع قتل زن به دست شوهر است و پس از اینکه قتل عمد به اثبات رسید، اولیای دم زن قادر به پرداخت نیمی از دیه به شوهر قاتل نیستن تا بتوانند درخواست قصاص را اجرا کنند. تا پیش از قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 92 دیده شده بود که در شرایطی از این دست قاتلان به دلیل بلا تکلیفی سالها در زندان میموندن و اصطلاحاً به این اشخاص در زندان زیر حکم میگفتن. اونها محکومانی بودن که اجرای حکم قصاصشان با مانع قانونی از جمله پرداخت نشدن فاضل دیه توسط اولیای دم همراه بود و تکلیفشان نامشخص بود. در این موارد ماده 429 قانون مجازات اسلامی که مصوب 1392 تکلیف رو تعیین روشن کرد. این ماده میگه در مواردی که محکوم به قصاص در زندان است و صاحب حق قصاص بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم یا مجنی علیه مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید، با شکایت محکوم علیه از این امر دادگاه صادر کننده حکم مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت، دادگاه می تواند پس از تعیین تعزیز بر اساس کتاب پنجم تعزیرات و گذشتن مدت زمان آن با اخذ وثیقه مناسب و تایید رئیس حوزه قضاییه و رئیس کل دادگستری استان، تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص مرتکب را آزاد کند. به بیان دیگر، در صورتی که شوهری زنش را عمدن کشت و اولیای دم زن پولی برای پرداخت فاضل دیه نداشتند و شوهر بلا تکلیف در زندان باقی موند، قاتل میتونه به دادگاه صادر کننده حکم قصاص شکایت کنه که من بلا تکلیفم، یا قصاصم کنید یا رهایم کنید. در این شرایط قاضی صادر کننده حکم اولیای دم مدت معینی رو، مثلا چند ماه، مهلت میده تا فاضل دیه را به قاتل بپردازد و در صورت که این پول فراهم نشد قاتل آزاد میشود که شرایط آزادی قاتل هم در قانون آمده است. او باید وثیقه مناسب که معمولاً به اندازه نیمی از دیه و معادل دیه زن به قتل رسیده را
از قاتل گرفته و با تایید رئیس حوزه قضایی شهرستان و رئیس کل دادگستری استان قاتل را آزاد کند تا اولیای دم تکلیف او را روشن کند. روشن است در این شرایط قاتل شانس آن را دارد با گفتگو با اولیای دم از گذشت آنها برخوردار شود یا با پرداخت پولی معادل دیه زن یا بیشتر از دیه گذشت آنها را کسب کند. شرایط قصاص زنی که شوهرش را کشته است باید توجه داشت که بند 3 ماده 302 قانون مجازات اسلامی تنها استثناء را متعلق به شوهری دانسته که زن خود را هنگام زنا با مرد بیگانه ببیند و این استثناء شامل زنی نیست که شوهرش را هنگام عمل جنسی با زن بیگانه ببیند. به عبارت دیگر زن نمیتواند پس از قتل شوهر خود در هیچ حالی از قصاص رها شود و در صورت جمع بودن شرایط و درخواست اولیای دم شوهر او بلا فاصله به قصاص محکوم و حکم اجرا می شود. با این توصیف ها از قوانین ناعدالانه و خشن جمهوری اسلامی متوجه می شیم در کشورهای متمدن و پیشرفته دنیا قانون حامی مردم است و مردم از ناقضان حقوق شهروندی به قانون و مجریان و ناظران قانون شکایت می کنند. اما در جمهوری اسلامی ایران قانون خود سیاهه نقص حقوق شهروندی و مجریان قانون خود ناقضان حقوق ملت هستند. در پایان باز متذکر می شویم که قانون شریعت و ظلم و زور قوه قضاییه نمی تواند زندگی آزاد انسان را به بهای جرم بگیرد. مجازات مرگ از نوع اعدام و سنگسار چیزی جز توحش و ظلم آشکار نیست، به خصوص که دادگاه‌های ایران از استاندارد اجرایی و عدالت بویی نبرده و ما قاطعانه به این قوانین متحجر و بی‌عدالت اعتراض داریم و تا گرفتن حق و برقراری عدالت آن را فریاد خواهیم زد. بسیار متشکرم از شما، از حوصله‌تون. متن سنگین بود، ولی خب اصل رو به ما فهموند که همون ظلم آشکار بود. ممنون از حوصلت. تشکر. سپاس از شما خانم بهمنی راد بابت سخنرانی بسیار عالی و کاملتون. از همکاران، شرکت کننده ها اگر سوالی هست یا نقطه نظری دارید دستتون رو بالا ببرید که مایک براتون آزاد بشه. بله، من میخواستم اشاره کنم به سنگسار که شما فرمودی. در 6 کشور، ایران و عراق و عربستان و نیجیره و سودان وجود داره که متاسفانه الان داشتم میخوندم اینا موقع سنگسار حتی از سنگای استفاده میکنن که سریع اون طرف رو نکشه، یعنی سنگا رو یه جوری انتخاب میکنن که به قول شما با زجر و مصیبت اون طرف بمیره و این واقعا توحش کامله، اصلا آدم نمیدونه چجوری اینا رو بیان کنه. بسیار سپاسگزارم. سخنران بعدی خانم مهرنوش ایمانی چگینی با سخنرانی حجاب اجباری و قتل‌های ناموسی. بفرمایید خانم چگینی، مایک براتون آزاد. سلام، مرسی که مایک آزاد کردین. تشکر از همه دوستان و مخصوصا خانم بهمنی راد. خیلی از قسمت‌هایی که من می‌خواستم بگم و در واقع ایشون یک بار برای دوستان گفتن. خب موضوع من حجاب اجباری و قتل‌های ناموسی هست. ابتدا با شعری آغاز میکنم. گمانش هر که از احساس گوید زنی آلوده یا بیبندوبار است. مگر مردی به داس و تیر و زور است. مگر زن همچو سیدی بر شکار است. مگر غیرت به کشتار نگار است. غزل از ضربه به هر داس جان داد. دلم از مرگ گلها داغدار است. خب سخنرانیمو آغاز میکنم. امیدوارم از حوصله دوستان در واقع سر نره و اذیت نشم. طبق اصل 20 همه افراد ملت اعم از زن و مرد در برابر قانون برابرند و
و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. طبق اصل 21، دولت موظف حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید. ابتدا در مورد حجاب اجباری میگم و بعدش به قصرهای ناموسی میپردازم. آیت الله خمینی قبل از پیروزی انقلاب وعده برابری زنان و مردان رو داده بود. از جمله او در گفتگو با نمایندگان پارلمان بریتانیا در پاسخ به اینکه مسئله که دشمنان شما ادعا می‌کنند که حقوق زنان در حکومت اسلامی از بین می‌رود گفت زنها در حکومت اسلامی آزادند. حقوق آنها مثل حقوق مردهاست. اسلام زن را از قید اسارت مردها بیرون آورد و اونها را هم ردیف مردها قرار داده. اسلام همه حقوق و امور بشری را تضمین کرده. الان از فشار حکومت در ایران آزادی نه برای مرد است و نه برای زن. در اسلام برای همه آزادی وجود داره. اما بعد از اینکه در واقع انقلاب پیروز شد، بعد از یه مدتی که گذشت حال و هوا عوض شد و دم از حجاب اجباری و اعتراضاتی پیش اومد که در این وقت بود که آیت الله طالقانی طی سخنانی اعلام کرد که حجاب اجباری نخواهد شد، حجاب اجباری نمیشه، و خمینی هم بلافاصله گفت که نظرش همون نظر طالقانی هست. گرچه خمینی عقب نشینی کرد، اما این عقب نشینی موقت بود. او در ماه‌های بعد بارها از سبک زندگی زنان انتقاد کرد، اما برای کم کردن حساسیت‌های دیگر از حجاب سخنی نمی‌گفت و فقط از لخت بودن زن‌ها حرف می‌زد. برای نمونه، هفتم تیر ماه سال 1358 طی سخنانی گفت اسلام جلوی شهوات رو می‌گیره. اسلام نمی‌ذاره که لخت بروند توی این دریاها شنا کنند. پوستشان را میکنن. یعنی در واقع خمینی از همون ابتدا با این کلمه پوستشان را میکنن خشونت رو آغاز کرد. با زنها لخ برون آنجا و بعد زنها لخ بیاین توی شهرها، مثل کارهایی که در زمان طاغوت میشد، همچون کاری اگر بشود پوستشان را مردم میکنن. و این رواج خشونت علیه زنها بود، در واقع آغازش بود. غیر از تحقیر هر روزه ناشی از سر کردن روسری یا چادر برای زنان و دختران که اثر اجبار حجاب دارند، حتی رنگ و طرح و مدل اون هم در قلمروهای اجباری هستش. که حالا دوستان عزیز خودشون میدونن که ما چه تو مدارس، چه تو دانشگاه ها یا حتی تو خیابون ها باید رنگای خاصی رو میپوشیدیم. تذکرات گشت ارشاد و بسیجیان و لباس شخصی ها و روحانیون، توصیه های پدر و مادر یا شوهر برای درست کردن وضعیت حجاب جهت پرهیز از تذکر مأمور بسیج یا نیروی انتظامی یا توقیف اتومبیل هر زنی که راننده بود، برای این موضوع حجاب ضایعی بزرگ برای زنان رو در پی داشت. استفاده چه چیزهایی باعث شد که مثلا با این حجاب اجباری چه چیزهایی باعث شد که در زنای ما یه در واقع یه خلأ ایجاد کنه که باعث بشه رو بیارن به استفاده زیاد از لوازم آرایش که شیمیایی و صنعتی بودن که با نازل‌ترین قیمت اونا رو می‌خریدن، که اصولا برای سلامتی و بهداشت زنان مضر هستش. سپردن خود به دست جراحان زیبایی و پرداخت هزینه بالا برای عمل بینی یا حتی بوتاکس و دیگر روش‌های دستکاری در صورت. البته بعضی از این حالا عمل‌های زیبایی که میگم، یه سریشون در واقع تو تمام دنیا انجام میشن، ولی تو کشور ما شاید بیش از حد و حتی غیر ضروری هستش. برای همین مثلا ربطش میدم به حجاب و میگم ضرر داشته برای زنان کشورم.
پرداخت هزینه اضافی برای لباسایی که هیچ کارکردی به جز گریز از سرکوب حکومت نداره، اشتغال محدودتر و مشکلات بهداشتی ناشی از پوشش دائمی بدن و موی سر در فضای عمومی با وجود تصویب اجباری شدن حجاب، این مسئله هیچگاه در ایران به سرانجام مورد نظر حکومت منجر نشد و زنان حاضر به پذیرش کامل حجاب به اون شکلی که توسط دستگاه‌های حکومتی دیکته می‌شد نبودن. به همین دلیل بود که فشارها و تهدیدهای رسمی و غیر رسمی گام به گام گسترش پیدا می‌کرد. حمله به زنان اصفهان که دوستان شاید در جریان باشن، نمونه بارز اون هستش، به مانند بسیاری از اقدامات مشابه در طی دهه‌های گذشته از مدل ایجاد وحشت و ناامنی برای زنانی که توسط مقامات حکومت و حکومتی و مذهبی بد حجاب نامیده می‌شدن تبعیت می‌کنه. از جمله اسید پاشی به زنان بی حجاب در اصفهان توسط گروه‌های خودسر با هدف روب و وحشت، از قتل‌های سریالی و اسید پاشی می‌تونیم قتل‌های کرمان که 18 نفر به قتل رسیده بودند که محسن عامری وکیل مدافع یکی از این متهمان قتل‌های کرمان که بعدها سرپرست بسیج کانون وکلای دادگستری مرکزی شد، در دفاعات خود از متهمان نوشته بود که سابقه و شخصیت مثبت متهمان و استخاره ها و دعاهای قبل و بعد از انجام اقدامات یاد شده نشان دهنده انگیزه اونها از بزه‌های ارتکابی و عقیده اونها به محدودم بودن مقتولین هستش. او در بخش دیگری از دفاعیاتش فاش کرد طبق ابلاغیه دفتر مقام معظم رهبری از موارد احکام قصاص صادره از محاکم در مورد مأموران و بسیجیانی که در مقام انجام وظیفه شرعی یا اعتقاد به محضورالدم یا تحت عنوان نهی از منکر مرتکب قتل عمدی شده یا میشن، مقرر فرموده هر موردی از این قبیل یا تکیه بر جهتی که شایسته است موجب تبدیل قصاص به دیه میشه. یعنی در واقع عملا قصایی که صورت گرفته رو با یه دیه فیصله میده. در میان قربانیان این جنایت چند تن از زنان کرمان هم بودن که از دیدگاه قاتلان متهم به فساد اخلاقی شده بودند. اعتراف قاتل در یکی از این قتل‌ها، مقتول زنی به نام جمیله بود که فساد اخلاقی داشت. پس این به این شکل توضیح میده که پس از روبودن وی اونو خفه نکردیم، بلکه چاله‌ای کندیم و با روش سنگسار او رو به قتل رسوندیم. بعد جسد این زن رو به بیابان‌های اطراف کرمان بردیم و در اونجا انداختیم تا طعمه حیوانا بشه. قاتلین عضو فعال بسیج و سپاه پاسداران بودند و یکی از اونها فرمانده پایگاه مقاومت بسیج واقع در میدان ارگ کرمان بود. اونها معتقد بودند که مقتولان محضورالدم بوده و برای اصلاح جامعه باید کشته می‌شدند. قاتلان با وجود اعتراف به انجام این قتل‌ها بارها در دادگاه‌های مختلفی که تشکیل می‌شد تبرئه شدند. یا قتل‌های زنجیری زنان در مشهد رو می‌تونیم نام ببریم که اجرای فرمان خدا که بهش میگن اجرای فرمان خدا بوده و سعید حنایی در آخرین گفتگوش اعلام کرد که با کشتن زنان خیابانی مأموریتی مقدس رو بر عهده گرفته و ناحیه اطراف حرم مقدس در مشهد رو از آلودگی پاک کرده. در اردیبهشت ماه سال 90 1390 آیت الله سید احمد خاتمی در جلسه با طلاب قم گفته بود به نظر میرسه دیگه با کار فرهنگی نمیتونیم جلوی بدحجابی در جامعه رو بگیریم و فکر میکنم برای حل این مسئله باید خونهای پاکی ریخته بشه تا این موزل جامعه ما ریشه کن بشه. خب ما شاهدیم که تریبون های رسمی در ایران به جای
اینکه قاتلان و جنایتکاران رو در واقع سرزنش کنن، قربانیان این حادثه ها رو ملامت میکنن و این یه جنایت فاحش هستش که در جمهوری اسلامی با به این شکل با زنان ما، با دختران ما برخورد میکنن و اونا رو به قتل میرسونن و خیلی راحت در واقع تبرئه میشن. خب اما همجهت بودن قتل‌های ناموسی و قتل‌هایی که در مورد حجاب اجباری و زنان صورت میگیره در واقع توی راستا هستن. اکثر جنایات ناموسی مکتوم میمونن و مرگ طبیعی، تصادف یا خودکشی جلوه داده میشن. گواهی ارقام خاورمیانه و کشورهای اسلامی کانون این قتل‌ها هستن. اونجایی که شرف مرد در گرو پاکدامنی زن هستش و شر پدر سالاری، فقر فرهنگی و روابط نابرابر زن ستیزی و زنکشی رو توجیه و باز تولید میکنه. قصهای ناموسی برای پاک کردن لکه ننگ، اعاده حیثیت خانواده یا جبران شرمندگی اجتماعی انجام میشه و فصل مشترک اونها مناسبات جنسی و عشقی خارج از عرف و شرع هستش. بیش از همه کشورهایی که در واقع این اتفاق میفته، پاکستان هست، افغانستان، ترکیه، عراق و ایران صحنه چنین جنایاتی هستند. بر اساس آمار از هر دو زنی که در ایران کشته میشن، متاسفانه یک نفر قربانی قتل‌های ناموسیه. به گفته کارشناسان، چالش‌های اخلاقی و فرهنگی و همچنین قوانین مجازات اسلامی از جمله زمینه‌های بروز و تداوم خشونت‌های ناشی از غیرت مردانه هستش. جنایت‌های ناموسی یا قتل ناموسی به ارتکاب خشونت و اغلب قتل زنان یک خانواده به دست مردان خیشاوند خود گفته میشه. این زنان به علت ننگین کردن شرافت خانواده خود مجازات میشن. این ننگ موارد گوناگونی رو شامل میشه، از جمله خودداری از ازدواج اجباری، قربانی یک تجاوز جنسی بودن، طلاق گرفتن حتی از یک شوهر نامناسب، رابطه با جنس مخالف یا ارتکاب زنا. برای اینکه فردی قربانی جنایت‌های ناموسی شود، فقط اینکه گمان برده بشه که او آبروی خانواده رو برده کافیه. در قوانین ایران مواردی در نظر گرفته شده تا افرادی که مرتکب قتل ناموسی میشن رو از مجازات‌های سنگین معاف کنن. ما در ماده 301 قانون مجازات عملاً دست پدر و اجداد پدری رو برای قتل زن و دختر باز میذاره. ساختار حقوقی به کمک نظم مهرسالاری و سنت‌های ارتجایی رفته و گفتمانی ناموسی از تعریف زنان و نگاه به زن و حقوقش وارد ساختار جامعه میکنه. به نگاه به ماده 301 و آمار بالای قتل دختران به دست پدران و خانواده پدری متوجه میشیم که قتل دختر به طور گسترده معنا و ریشه متفاوتی داشته، تهدید آبرو. همچنین ماده 612 و 630 قانون مجازات اسلامی که در ارتباط با زنان مشاهده و معنا پیدا میکنه، چرا که در این باره قانون از خود سلب مسئولیت میکنه و مجوز و اختیار قانون رو به تصمیم شخصی و قضاوت فرد یا همون قاتل واگذار میکنه. این دقیقا جایی هستش که خشونت علیه زنان از مجراهای قانونی مجوز گرفته و همچنین با توسل به تفکر مرسالاری و سنت‌های ارتجایی پیاده میشه. به طور کل در ایران حکومت مجوز خشونت صادر میکنه. رسانه‌ها قتل زنان رو تحریف میکنن. خشونت جرم انگاری نمیشه و نبود خانه امن برای زنان و عدم رسیدگی قضایی به خشونت‌ها عرصه را علیه زنان تنگتر کرده و آمار خشونت رو روز به روز بالاتر برده. به گونه‌ای که شاهد همدستی نظام سیاسی، قانونی و مرسالاری علیه زنان هستیم. به مجموع قوانین ایران در مورد زنان متوجه میشیم که در نظام حقوقی ایران زن به دلیل جنسیت به عنوان موجودی مستقل به رسمیت شناخته نمیشه و این پیشاپیش
راه رو برای خشونتی باز میکنه که به طور سیستماتیک مجوزهای قانونی رو برای خشونت در تمام اشکال و خصوصا حادترین نوع آن یعنی زنکشی فراهم میکنه. ایران یکی از 4 کشوری است که به کنوانسیون سازمان ملل برای رفع هر گونه تبعیض علیه زنان نپیوسته. مطابق ماده 302 قانون مجازات اسلامی در صورتی که شوهری زن خودش رو هنگام رابطه جنسی با مرد بیگانه مشاهده کنه و یقین داشته باشه که این رابطه جنسی ناشی از اجبار غیر قابل گریز مثل تجاوز زنای به عنف نیست، میتونه با به قطع رسوندن همسر خود و مرد بیگانه از مجازات در امان باشه. در واقع ترویج قطع در خود ایران با قانونی کردنش. بنفشه جمالی روزنامه نگار و فعال حقوق زنان در توییترش متهم ردیف اول پرونده قتل مونا حیدری رو حکومتی دانسته که این گونه قتل‌ها رو مجاز میشماره. حکومتی که ازدواج یک دختر 12 ساله رو میسر میسازه متهم ردیف اول این جنایت حکومتی است که مادر شدن دختر بچه 12 ساله رو ترویج میکنه. اما خیلی از زنها وقتی عرصه فشار مرد و خانواده رو به خود تنگ میبینن خودکشی حتی میکنن. خودسوزی روش خیلی رایجی در استانهای کردستان، لرستان، ایلام و کرمانشاه هستش که این در واقع خود این خودسوزی یه اعتراضی علیه فشارها هستش. خودسوزی یه فریادی است برای رهایی، یعنی خودسوزی آخرین اعتراض و آخرین راه حلی هستش که به نظر زنان میرسه، که یکی از سخت‌ترین نوع خودکشی هستش که تو این زمینه وقتی که یک فردی خودسوزی میکنه به این معنا هست که من نمیخوام که هیچ فردی به من کمک کنه و 100% میخواد در واقع جونش رو از دست بده. اما خیلی ها از این استفاده کردن، خیلی از آقایون، یعنی در واقع تو همین استانهایی که اسم بردم که در بخشی از گزارشات برخی مردها متاسفانه زنهاشون رو بی‌حس میکنن و بعد اونو به آتیش میزنن و میگن خودکشی کرده، که اینم یک نوع از قتلایی هستش که در جمهوری اسلامی رواج داره. اما زمینه‌های بروز این خشونت‌ها مخصوصا در چی هستش؟ علاوه بر مسائل اقتصادی، فرهنگی، مذهبی، اما فرهنگ طبقاتی و مردسالارانه در قتل‌های ناموسی مؤثرن. در این فرهنگ زن کالاست و مرد صاحب کالا. دید مردسالارانه میگوید مال من مال خودم، مال دیگران هم مال من، اما مال من و شرف و ناموس من باید به هر ترتیب حفظ بشه. بر اساس آمار از هر 2 زنی که در ایران کشته میشه یه نفر قربانی قتل ناموسی هستش، که به گفته کارشناسان چالش‌های اخلاقی و فرهنگی و همچنین قوانین مجازات اسلامی از جمله زمینه‌های بروز و تداوم خشونت‌های ناشی از غیرت مردانه هستند. دختری 13 ساله در روستایی از توابع آستارا قربانی قتل ناموسی در ایران هستش. مقتول از خانه فرار کرده بود، اما قاضی اونو به پدرش تحویل میده. پدری پسر فرزندش رو بریده، اما قانون او را از مجازات مسئول میداره. خانه پدری که امن نیست و اونو به دست ناامنی میسپاره. در آگهی ترحیم رومینا نام پدر، عموها، دایی، پدر بزرگ، برادر 6 ساله او را میبینیم که صاحب عزا همون قاتل هستش و نامش در صدر آگهی درج شده. نامی از مادر، عمه، خاله یا مادر بزرگ مقتول دیده نمیشه. تنها نام مؤنث در این آگهی اسم قربانی هستش. و همینطور قتل مونا حیدری، دختر 17 ساله به دست شوهرش، با انگیزه ناموسی و گرداندن سرش در شهر انتقادهای افکار عمومی رو متوجه قوانین حمایتگرانه جمهوری اسلامی از قاتلان در پرونده های قتل‌های ناموسی میکنه. خب ساختار حقوقی به کمک نظم مرسالار و سنت‌های ارتجایی رفته و گفتمانی ناموسی از تعریف زن و نگاه به زن و حقوقش وارد ساختار جامعه میکنه.
با نگاهی به ماده 301 و آمار بالای قتل دختران به دست پدران و خانواده پدری متوجه میشیم که قتل دختر به طور گسترده معنا و ریشه متفاوتی داشته. تهدید آبرو، همچنین ماده 612 و 630 قانون مجازات اسلامی که در ارتباط با زنان مشاهده و معنا پیدا میکنه، چرا که در این باره قانون از خود سلب مسئولیت میکنه و مجاوز و اختیار قانونی رو به تصمیم شخصی و قضاوت فرد خود قاتل واگذار میکنه. و این دقیقا جایی هستش که خشونت علیه زنان از مجراهای قانونی و لوایح مجوز گرفته و با توسط به تفکر مردسالارانه و سنت‌های ارتجاعی پیدا میشه. در جامعه‌ای که اصول و قواعد علم و مبتنی بر قانون جایگزین نباشه، یک سری باورها بر مبنای علوم انسانی جاری و ساری باشه، به جای حاکمیت قانون و منطق، جهل و تعصب حاکم میشه. در توصیف این احوال میتونیم بدین گونه به این نکته بسنده بکنیم که اگه در هر گوشه دنیا یک نفر با شما در مورد اینکه 2 به اضافه 2 میشه 5 بحث کنه، سعی میکنی تا دوستانه و از روی دلسوزی اونو از جهل و نادونی خودش آگاه بکنید که حاصل 4 میشه. اما در توجیه الهیات و باورهای سنتی و دینی، همین بس که هر یک از ادیان خدا را از آن دین خود میخوانند و چنانچه در جهت رد یا نفی تفکرات و باورهایشان پوشش نمایید، شما را مستفیض نموده و تا مرز ارتداد و کفر پیش خواهند بود. برای همین امر باید دیدگاه‌ها و باورهای غلط رد بشه و تفکرات نواندیشانه و مترقی در جامعه رواج یابد که این اصول انسانی و حقوق اجتماعی انسان در تناقض نباشه. کلماتی در فرهنگ واژگان ما کم کم در حال منسوخ شدن هستند. کلماتی نظیر غیرت، تعصب، کلماتی که دیگر نمیتوان برای نوامیس و حتی زنها از آنها استفاده کرد. ای کاش این غیرت و تعصب در جهت آسایش و رفاه بانوان ایران مصرف شود و با این سلاح همچون آنهایی که رفتن تا جان و مال و ناموس ما رو در برابر بیگانگان و دشمنان حفظ کنند، در راستای تأمین امنیت زنان سرزمین گام برداریم. نه اینکه سری را در خیابان بگردانی تا در واقع بگی که من غیرت دارم. در این گذار تاریخی و تقابل سنت و مدرنیته، زنها بیشترین فشار رو متحمل میشن، چرا که هنوز خیلی از مفاهیم و گفتارها بار سنگین و عمیقی بر روح و روان اونها داره. هنوز یک زن مجرد باید نگاه سخت اطرافیان رو تحمل کنه. هنوز یک زن یا دختر نمیتونه اونجور که دوست داره شاد باشه و راحت و آزاد زندگی کنه و این نگاه‌های سنگین بر روح و جسمش خدشه وارد میکنه. هنوز این واژه غیرت و تعصب در تضاد با آزادی اونهاست. هنوز در تعریف و توصیف مفاهیم ساده دموکراسی و حقوق اجتماعی باز مانده ایم و نیاز به سالها تفکر و تأمل در بازخوانی سنت‌های دیرینه داریم. باید کنوکاشی در ذهنمان کنیم و برخی عقاید و رسومات کهنه و مزمحل و باطل رو دور بریزیم تا خدایی نکرده تفکرات تعصب گرایانه ایمان را متضاد با آزادی زنان سرزمین ما نیابی. خب با تشکر از همه دوستانی که سخنرانی منو گوش دادن، اگر سوالی هست یا نقدی هست در خدمتتون هستم. با تشکر. ممنون خانم ایمانی چگینی عزیز از سخنرانیتون. از همکاران اگر سوالی یا نقطه نظری هست دستتون رو بالا ببرید، مایک براتون آزاد بشه. بله اشاره شد. بله خانم مرادی پور بفرمایید، مایک براتون آزاده. سلام دوستان عزیز، امیدوارم صدای من رو داشته باشین در جلسه. بفرمایید. مرسی. اول که می‌خواستم تشکر کنم از سخنرانان امروز، خیلی هم موضوعات قشنگی رو انتخاب کرده بودن و هم خیلی قشنگ به موضوعات به تمام زوایای مختلفش پرداخته بودن. سخنرانی همه خیلی عالی بود، خیلی از همگی تشکر می‌کنم، شنیدنی بود سخنرانی‌ها واقعا.
چیزی که میخواستم اضافه بکنم به صحبت‌های خانم ایمانی در مورد کیس آقای حنایی بود که عنوان کردن. یه چیز جالبی که من در مورد کیس حنایی خوندم، قاتل زنجیره زنان مشهد، این بود که ایشون در چند تا از مواردی که قتل مرتکب شده بود حتی تجاوز هم کرده بود به مقتولین خودش و بعد اونها رو کشته بود. و من نمیدونم اینو در کجای آموزه‌های اسلامیش این تونسته بود بگنجونه که اگر زنی به نظرش مثلا میگم از دیدی بود اون فاحشه است، پس حق داره بهش تجاوز هم بکنه قبل از اینکه بکشدش. یعنی قشنگ ملغمی خیلی عجیب غریبی از اعتقادات مذهبی برای خودشون ساختن که هر جوری دلشون بخواد به قول خامنه‌ای آتش به اختیار عمل میکنن، هر جوری که دلشون بخواد رفتار میکنن. یکی این برام خیلی جالب بود، یکی اینکه دوباره در همین کیس این آقای حنایی یک از عکس از سنگ قبر این آقا دیدن که روش نوشته شهید سعید حنایی. یعنی به نظر خودشون ایشون شهید شده در راه اعتقادات اسلامیش و خانواده‌اش بسیار مفتخر هستن بهش. بعد یه مصاحبه خیلی کوتاه من یه تیکه کوتاهی ازش دیدم، پسرش مصاحبه کردن، پسرش خیلی افتخار میکرد به پدرش و میخواست به بالروی راه پدرش باشه و مادرش خیلی با افتخار از بچهش یاد میکرد و میگفت که پسرش خیلی پسر با شرف و با غیرتی بوده و در راه شریعت اسلام شهید شده و جامعه باید قدرش رو بدونه نه اینکه نکوهشش بکنن. و یه تیکه جالبی که در حرفای خود مادر بود این که میگفت که من خودم وقتی این دختر پسرها رو میبینم توی خیابون با هم دیگه حرف میزنن دلم میخواد بگیرم تیکه تیکهشون کنم که دارن کار غیر اسلامی انجام میدن. یعنی واقعا از یک همچین مادری دیگه خیلی دور از ذهن نبود که همچین پسری هم در واقع تربیت کنه و تحویل جامعه بده. ولی امیدوارم واقعا پسر آقای حنایی، شهید حنایی، امیدوارم راه پدرشون رو دنبال نکنن. و خواستم این نکات به نظر من مضحک رو به صحبت‌های خانم ایمانی عزیز اضافه بکنم. باز هم ممنون و میکروفون رو قطع می‌کنم. ممنون خانم مرادی پور. بله متاسفانه به این واژه ها دولت اسلامی ارج میذاره. وقتی گشت اسلامی درست میکنه، وقتی امر به معروف نهی از منکر درست میکنه که افزایش خشونت رو ما در جامعه داشته باشیم، مردم رو مقابل هم قرار میده، خب مسلما بعضیا به خودشون اجازه میدن هر رفتاری بکنن، خشونت بکنن، حتی تجاوز کنن، بکشن. متاسفانه همه این کارا به خاطر قوانینه و این فرهنگ اشتباهیه که الان تو جامعه حکم فرماست. آقای صمد رضایی بفرمایید، مایک براتون آزاده. آقای صمد جعفری ببخشید. با سلام مجدد و عرض خسته نباشید خدمت همه عزیزان، خصوصا خانم چگینی با سخنرانی خوبشون. من در تایید صحبت‌های ایشون و خانم میرجندی می‌خوام به یه نکته اشاره بکنم و اونم بحث فرهنگی قضیه است که اصلا کلن تو کشور ما متاسفانه مردم انگار که به یه خواب زمستانی فرو رفتن و تمام اتفاقاتی که دور برشون میفته خیلی راحت و یه شکلی باهاش کنار میان. حالا فکر نمی کنم تو جاهای دیگه دنیا به این شکل باشه، چون من حالا یه موردی که خودمون باش رو برو بودیم، سال 67 دانشجو بودیم تهران که یه جمعیت موتور سوار از همین انصار حزب الله تو خیابون ولیعصر تقریبا حول و حوش مثلا 40-50 نفر بودن که می اومدن و گیر می دادن به خانمایی که حالا اون موقع خب بی حجابی معمولا نبود، چون خیلی سخت گیری و اینا زیاد بود، کسی که حالا مثلا یه ذره روسریش پایین تر می اومد و مواشی ذره پیدا بود بهش حمله می کردن، حالا با شلاق و داد و فریاد و اینا، این همینجور ادامه پیدا کرد. و الان متاسفانه اون قضایا به شکل امروزه در اومده که اصلا هر اتفاقی میفته خیلی راحت
مردم باش کنار میان و من فکر میکنم که این یه مشکل اساسی که هست همون مشکل فرهنگی هست که هم خانم ویرجندی و هم خانم حسینی بهش اشاره کردن. اگر که این فرهنگ بخواد به این شکل ادامه پیدا بکنه من فکر میکنم که باز کار خیلی بیخ پیدا میکنه و وضعیت خیلی بدتر و سخت‌تر میشه. ممنونم از اینکه مایک در اختیار من قرار دادید. سپاسگزارم آقای جعفری برای اظهار نظرتون. بله دقیقا، حالا در خصوص صحبت قسمت دوم صحبت خانم چگینی که در مورد این کودک همسری و یه مسئله هست مثل یه سیکل معیوب میمونه، کودک همسرا واقعا بدون هیچ انتخابی ازدواج میکنن، وقتی وارد زندگیشون میشن به خاطر سن کمشون دچار انواع خشونت ها میشن. حالا از اون طرف هم که تحصیلشون رو نمیتونن انجام بدن و از طرفی به صورت کاملا وابسته به شوهرشون میشن از نظر اقتصادی، چون نه تحصیل کردن نه کاری دارن. حالا توی این زندگی سراسر مشکلات اگر احیانا بخوان جدا بشن یا از طرف شوهرشون مورد حالا یا شکنجه یا قتل ناموسی یا از طرف خانواده خودشون و چون قانون هیچ کمکی به اینا نمیکنه بلکه همه حق رو به شوهر و پدر و برادر و حتی پسر عمو میده، گهگاه ما میبینیم که حتی اینا خودکشی میکنن. یعنی چقدر واقعا ضعف قانون میتونه باشه که یه همچین اتفاقایی بیفته، در صورتی که اگر بتونن که میتونن اگر بخوان میتونن قوانینی درست کنن، هیچ وقت ما شاهد این همه موارد نقض حقوق بشر نخواهیم بود. از همکاران اگر در این خصوص اظهار نظری دارید دستتون رو بالا ببرید که مایک براتون آزاد بشه. یکی از همکاران با شماره یک نمیدونم اسمشون چیه دستشون رو بالا برد. آقای امامی شما هستید؟ بله بفرمایید. درود بر شما. من در پی تکمیل سخنان شما و آقای جعفری و خانم چگینی عزیز عرض میکنم که یک سری از مشکلات این چنینی در بحث قطعهای ناموسی، قطعهای زنجیره‌ای، یک سری مشکلات در مسائل روانی مردم این رخنه مشکل هست، این رخنه ایجاد شده که عرضم به خدمت این بیماران روانی هست که همجور که شما فرمودید اون قاتل زنجیره‌ای در مشهد توسط مادر و برادرش تایید شده، اینها تماما بیماران روانی هستند که در دامن یک مادری که بیمار روانی هست بزرگ شده، سرش برادرش همه تاییدش میکنن. چرا؟ چون مادر به این شکلیه. باید رفت از ریشه کار سنجید که این مادر هم چرا خودش به این حالتهای انزجار روابط بین یک دختر و پسر رسیده. غالبا اینجور افرادی که همچه خانومی که وقتی میگه من یک زنی رو یا یک دختر پسری که تو خیام میرن دارم با هم صحبت میکنن میبینن دارم خود تیکی تیکیشون کنن، این قطعا در کودکی آسیبهایی دیده. بریم این نگاه کنیم، یک متوجه خودش هم از یکی از قربانیان کودک همسری بوده که با توجه به اجبار خانواده، حالا یا کودک همسری بوده یا با توجه به اجبار خانواده ازدواج کرده و اصلا معنای عشق رو در زندگیش تجربه نکرده و وقتی که کسی که دارای
یک عشق، حالا هر چقدر کوچیکی بود، ما کاری بهش نداریم، میبینه اون تنفر وجودی درونیش قلیان میکنه و دلش میخواد به اونها آسیب بزنه. اونجوری که اون قاتل زنجیری بلند میشه میره افراد بی حجاب رو میکشه و قبلشون تجاوز میکنه، این خارج از یک چیز انسانیه که اون اگه میخواد دستور اسلام رو اجرا کنی، حالا غلطش بمن، چرا بهش تجاوز کردی؟ چون مریض هستی و وقتی که مریض هستی تجاوز کردی و بعد میکشی، چه ترسایی در وجودت هست؟ اینا مسائلی است که ما در ایران باش مواجهیم. متاسفانه ما ایرانی ها خیلی طرفدار دکترهای روانپزشک نیستیم و این متاسفانه بدترین آسیب ها رو تو جامعه ما داره ایجاد میکنه. و میخواستم کل مطلب جمع آوری بکنم، مطلبی که میخواستم بهتون بگم اینه که داشتن یک روانپزشک واسه فرد ما ایرانی ها واجبه، چون واقعا از دست جمهوری اسلامی آسیب های بزرگی دیدیم. من مایک رو رها میکنم، ممنونم که به صحبت های من گوش دادید. سپاسگزارم آقای امامی. ولی خب همین مشاوره های روان پزشکی هم به قدری توی ایران گرون هست، بازم برمیگرده به مشکلات اقتصادی. یعنی اگر یه جامعه‌ای رفاه اجتماعی اقتصادی داشته باشه، خیلی از این مشکلات برطرف میشه. اگر از همکاران صحبتی ندارن که بریم به سراغ بحث آزاد امروزمون. بسیار عالی. بحث امروزمون در مورد طرح فرزند آوری هست. همینطوری که هممون میدونیم، پاییز 1400 آقای قالیباف رئیس مجلس از تصویب طرح جوانی جمعیت خبر داد، ولی قبل از اون سال 92 آقای خامنه‌ای در نشستی با مداحان اعلام کرده بود که وظایف زن به عنوان فرزند آوری و تربیت فرزندانه، تاکید کرده بود روی این وظایف زن. و بعد از اون سال 95 باز یه فرمان 16 ماده‌ای رو دادن که در اون باز تاکید کرده بود روی نقش زنان برای فرزند آوری. آقای قالیباف در سخنانش اعلام کرده بود که در حال حاضر دغدغه زنان ما فرزند آوریه. زنانی که بین سن 15 تا 49 سال هستند دوست دارن که سه تا فرزند یا بیشتر بیارن. واقعا چه چیزایی رو القا میکنن؟ آیا دغدغه زنان ما فرزند آوریه یا دغدغه زنان ما آزادی های از دست رفته شونه، عدالت اجتماعیه؟ دغدغه زن ایرانی از بین رفتن تبعیض جنسیتیه، تأمین رفاه اجتماعی اقتصادیه، ریشه‌کنی فساد حکومتیه؟ حالا با توجه به این طرح میخواستم نظر شما همکاران محترم رو در رابطه با این طرحی که تصویب شد جویا بشم. ممنون میشم اگر توی بحث آزاد شرکت کنید و نظرات خودتون رو با هم در اشتراک بذاریم و بیان کنید. خانم سمیرا بویاختی بفرمایید، مایک براتون آزاده. سلام میکنم من خدمت دوستان، ممنون از همه همکاران برای سخنرانی خوبشون و شما بانو عزیز برای قبول این زحمت. من اتفاقا فکر میکنم، نمیدونم حدود چند ماه پیش بود، در رابطه با همین موضوع سخنرانی داشتم، هم موقعی بود که تازه این بحث داغ شده بود، شروع شده بود. و واقعا چقدر
حیف که انقدر مسئولان جمهوری اسلامی به خودشون این اجازه رو میدن که خیلی راحت بتونن نه تنها در رابطه با بیرونی زنان سرزمینمون ایران انقدر راحت تصمیم بگیرن که هیچ، در رابطه با بدن اونها هم این اجازه رو به خودشون دادن که خیلی تصمیماتی بگیرن که اصلا کاملا یک مسئله شخصی، این فرزندآوری اصلا چیزی نیست که به نظر من حتی نمیدونم نزدیکترین کسای باید این حریم رو برای خودشون داشته باشن که به طور مثال خواهر من یا حالا نزدیکترین کس من نباید به خودش این اجازه رو بده که در رابطه با این مسئله به این پریباتی و شخصی بخواد از من نظر بخواد، یا اینکه بخواد نظر شما من تحمیل کنه، حالا چه برسد به اینکه یک حکومت میاد یا همچین چیزی رو به همچین اجازه ای رو به خودش میده، برای اینکه فکر میکنه که زن، چون اصلا زن رو جز به افراد چی میگن، یه چیزی بود بهش میگفتن الان خاطرم نیست این کلمش، جز افراد زنده توی جامعه حساب نمیکنه، برای همین خیلی راحت میتونه به خودش اجازه میده که اینقدر تصمیمات واقعا شخصی و خصوصی رو بیاد برای زنان سرزمینمون بگیره و بگی که به قول شما که حالا گفتید زنان خیلی مایل هستن که تا 3 بچه، من نمیدونم اینو کدوم زنی همچی چیزی رو میخواد، مخصوصا توی این وضعیت اکنون که الانی که تو جامعه ما حکم فرماست، یعنی از هر نظری که بگی، از هر جنبه‌ای که بگی، اصلا همچین چیزی امکان پذیر نیست. یه دونه بچه‌ش، اونا که یه دونه بچه‌ام دارن توش موندن، حالا من نمیدونم اینا از کجای ذهنشون تراوش میکنه که یه همچین صحبتهایی میان میکنن و یه همچین نظرات. نظر من این بود، نمیدونم انقدر خشم دارم و حرفام مثلا یادم رفت، گوش میکنم صحبت های دوستان رو، باز اگه چیزی به خاطر آمد حتما در جریان میذارم. سپاسگزارم خانم بویاخچی. بله، متاسفانه از زنان فقط استفاده ابزاری میکنن. زنان نه تنها شهروند درجه 2 هستند، بلکه هیچ، با توجه به این قانون، هیچ اختیاری نسبت به بدن خودشون هم ندارن و این واقعا نقض ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر هست که به صورت کامل در احوالات شخصی یک نفر دخالت میکنن. خانم مهنوش چگینی بفرمایید، مایک براتون آزاده. تشکر از شما. منم به نظر من خود جمهوری اسلامی میخواد از این طریق، یعنی دوباره همون جوری که حجاب اجباری رو رواج داده، یه شاید یه حالتی یه مدتی ازش گذشته، میخواد دوباره ثابت کنه که زنا، یعنی هیچ، جو همون جنس دومی که سالهاست روش تاکید داره، دوباره تاکید بیشتری داشته باشه که زنها به این شکلن که ما حتی میتونیم از طریق فرزند آوری هم روی اونا تسلط داشته باشیم. چرا اونا نمیان؟ ما این همه دغدغه تو کشورمون داریم، دغدغه بیکاری داریم، فقر داریم، گرسنگی داریم، زنان خیابانی داریم، این همه ما بدبختی داریم تو کشورمون که حتی گوشه ای از اونا رو اونا جمع نمی کنن. بعد میان فقط دست میذارن رو بانوان کشور ما، حالا یا حجاب یا نمیدونم حالا فرزند آوری، فردا شغلشون باید تو خونه باشه، هام آفیس باشن، یعنی به هر شکل اینا میخوان در واقع بگن که زنها یک بخشی هستن که در دستان ما هستن و ما میتونیم قدرتمون رو روی اونها اجرا کنیم و نفوذ داشته باشیم رو اونها. یعنی به این شکل میخوان همیشه ضعف زنها رو ضعیف نشون بدن و به قول خودمون میگن قیچیشون کنن در این، متاسفانه.
امیدوارم یه روزی زنهای ما در مقابل این همه ظلم وایسن همشون و سکوت نکنن. با تشکر از شما من مایک رو می‌برم. ممنونم خانم چکینی. دقیقاً، چون میدونن که با فرزندان زیاد زنان باز دو مرتبه به گوشه خونه ها رانده میشن، از مسئولیت هایی که میتونن تو اجتماع داشته باشن دور میشن. دقیقاً الان توی همین جلسه ما چقدر از مشکلات زنان، یعنی زنان دیگه مشکلی نداشتن جز فرزند آوری، الان توی همین جلسه ما از کودک همسری گفتیم، از قتل‌های ناموسی گفتیم، اصلا سوای حالا مشکلاتی که این جلسه بیان شد، الان موزل کرونا، مشکلات اقتصادی که تو جامعه هست، یعنی جامعه دیگه هیچ مشکلی نداشت، فقط مشکل این بود که زنان باید بالای سه تا بچه بیان. متاسفانه من دیدم خانم کریمزاده هم دستشون بالا بود، اگر مایل هستید صحبت کنید. بله بفرمایید خانم کریمزاده، مایک براتون آزاده خانم کریمزاده. جسارتا مایک من باز شده بود. خب بفرمایید شما، بفرمایید آقای امامی. بفرمایید. من مایکم باز نمیشد، ببخشید. بفرمایید خانم کریم. میخوان آقای امامی صحبت کنم؟ نه اول شما بفرمایید. درسته. منم میخواستم، سلام خدمت دوستان، خسته نباشید. منم میخواستم یه گوشه کوچیکی از این طرحی که عنوان کردن و توی مجلس تصویب شده، روز دهم آبان از سوی شورای نگهبان تایید شده، طرح جوانی جمعیت، که این طرح بیشتر در رابطه با این بوده که جمعیت زیاد بشه. رهبرمون آقای خامنه‌ای برگشتن گفتن که جمعیت ما نگران بودن که جمعیت ما روز به روز داره کاهش پیدا میکنه، جمعیت جوانمون و جمعیت پیرمون داره زیاد میشه. بعد توی سخنرانی بهمن سال 99 بارها اعلام کردن تو سخنرانیاشون که تأکید کردن به ازدواج به هنگام و فرزند آوری، گفتن به عنوان نیازهای حیاتی امروز و فردای کشوره، که اینو گفتن اما فکر اینو نکردن که حقوق زنان داره چطوری با این طرحشون چطوری داره ضایع میشه، اصلا به حقوق زنان فکر نمی کنن. یه مشکلاتی که این طرح داره، الان توی داروخانه ها داروهایی که برای جلوگیری از بارداری محدود شده، یا قسمت هایی که مثلا توی مرکز بهداشت و برای وسایلی که میدادن برای پیشگیری از بارداری و اینا رو دیگه نمیدن، حقشو ندارن، که ممنوع کرده شبکه بهداشتی درمانی، اینو ممنوع کرده که استفاده نشه. بعد حتی گفته که عبارتهایی مثل حاملگی های پرخطر منع شده، که نباید این حاملگی پرخطر اصلا عنوان بشه برای کسی. اینا همه باستاب این در ادامه صحبت همین رهبر جمهوری اسلامی ایرانه که میخوان جمعیت رو زیاد کنن، بعد فکر عوارضش رو نمی کنن. مثلا همین وسایل پیشگیری از بارداری که وقتی کم بشه یا به صورت رایگان استفاده نشه، مسئله بهداشت زنان خب مشکل ساز میشه. یه بیماری مثلا مثل ایدز موج پیدا میکنه، زیاد میشه توی کشورمون. به این چیزا توجه نمیکنن. یا مثلا یه طرحی بودش که برای غربالگری دوران حاملگی بودش، که سه ماهه اول بارداری از سال 1380 من یادم میاد که این طرح پیاده شد، که خانم های باردار باید میرفتن غربالگری میشدن، که بیماری های مثل سندروم داون یا تریزومی 18-13 اینا تشخیص داده میشد و مجاز بودن که
سخت جنین انجام بدن اگه این بیماری ها وجود داشتش. اما با این طرحی که پیاده کردن این غربالگری برداشته شده و حق سخت جنین هم ممنوع شده، یعنی توی کشور دیگه سخت جنین نمیتونن انجام بدن. خواستم این همین چیزا رو بگم که این طرحی که پیاده کردن به عوارضش نگاه نکردن، فقط میخوان به فکر اینه که جمعیت رو زیاد کنن. حالا دیگه بقیهش هم خودشون میدونن که جمعیت زیاد بشه که بتونن برای جنگ و برای این کارا جمعیت زیاد داشته باشن. برای جوانامون طرح ریختن که اگه جنگی بشه که جمعیت زیاد داشته باشن، بتونن ازشون استفاده کنن. ممنونم که مایکو در اختیار من گذاشتی. این نظر من بود. سپاسگزارم خانم کریمزاده. بله دقیقاً، برای که وسایل پیشگیری سوبسید گذاشتن، این به واسطه سوبسیدهایی که داشت برداشتن، وسایل پیشگیری فوق‌العاده گرون شده با توجه به وضعیت اقتصادی. علاوه بر اون حتما باید تجویز پزشک باشه و اگر پزشکا هم بی دلیل بخوان تجویز کنن اونا مورد بازخواستن. از طرفی اگر خب هدفشون افزایش جمعیت باشه، این فرزند آوری اجباری اصلا راه حل نیست. متاسفانه تمام این قوانین رو کسانی میذارن که هیچ آگاهی ندارن و نظر کارشناسانه توی این موارد انجام نمیشه. به قول شما اگر بچه همون طرح غربالگری در 3 ماهه اول انجام میشد، مشکلات و ناهنجاری های کروموزومال یا حتی آننسفالی که یه جنین که آننسفاله، یعنی اون نورال کوردش بسته نشده و مغز و جمجمش مشکل داره، بعد از 9 ماه اصلا امکان زیست بیرون از شکم مادر نداره. اگر طرح غربالگری برداشته بشه، خب 9 ماه مادر اینو باید حمل کنی. اصلا کارشناسی نمیشه راجبه هیچ کدوم از این قوانینی که تصویب میشه، فقط همین جوری اصلا فکر نمی کنن به آیندهش که چه اتفاقی میفته، جامعه با چه موج سنگینی از کودکانی که مشکل دارن ممکنه روبرو بشه، یا مرگ مادران باردار بالا میره. آقای امامی بفرمایید، مایک براتون آزاده. درود بر شما. من واقعا مثل خواهر گرامیمون که عصبانیتشون نتونستن از حرفاشون رو بیان کنن، خانم بویاسچی، من واقعا از این طرح ناراحت و عصبانی هم. یکی از دلایل این طرح سیاست کثیف جمهوری اسلامی، یعنی دلیل عصبانیت من واسه این طرح سیاست‌های کثیف جمهوری اسلامیه که جمهوری اسلامی قاطعانه و خیلی جدی نظر به بدبخت کردن مردم ایران داره. یعنی از لحظه پیروزی انقلاب جمهوری اسلامی تا به امروز هیچ گامی برای بهبود و بهتر شدن کیفیت زندگی مردم ایران جمهوری اسلامی تا به الان برداشت. یعنی شما بشین توی تاریخ 40 سالش نگاه کنید، هیچ کاری نگره غیر از آوارگی و بدبختی و مشکلات اقتصادی فرهنگی واسه مردم ایران. من یک خبری یه جا خونده بودم که نوشته بود جمهوری اسلامی، که خود آقای قالیباف، آقام مثلا برشون زیاده که ما بگیم، قالیباف خودش تایید کرد که من این طرح رو انجام دادم، رفته تو زندان ها از افراد شرور که تو زندان هستن تعهد گرفته بود و آوردنشون توی شهرداری کار میکنن به عنوان ماموران سد معبر. و الان شما توی یوتیوب، توی اینستاگرام فیلم های بسیار زیاد میبینید بابت زورگیری این مامورا، این بنده های خدا که باید میتونن دستفروشی میکنن. جمهوری اسلامی که کارت فقط بدبختی مردم ایرانه، طرح میذاری برای طرح ازدواج، اوکی، مردم ایران نظرشون
خیلی هم منفی هستن. یه کاری کن، یه قدمی بردار که مردم بتونن 2000 نون در بیارن، نون سر سفره داشته باشن. طرف نمیتونه شکم خودش رو سیر کنه، به فکر بعد زن و بچه باشه. طرف نمیتونه شکم خودش رو زنش رو سیر کنه، بعد از 7 سال 8 سال دوست من نمیتونه بچه بیاره. بهش میگم چرا بچه نمیاری؟ میگه نمیتونم هزینه‌شو بدم. فقط میگی بچه بیاری. خب این قشنگ قطعاً در راستای همون اهداف کثیفشه که مردم رو میخواد در چاله های عمیق گرفتاری خودشون بیشتر فرو ببره. اصلا کاری نداره که این بچه در چه محیطی میخواد رشد کنه، در چه امکاناتی قرار رشد کنه. به قول خواهر گرامی این که گفتن فقط میخواد نیروی جنگی برای خودش ایجاد کنه. کوه زیر ساختت کجاست؟ آیا فقط به فکر نهار نخورده مردمی؟ که آقای رئیسی گفته بود آقای به شما اینجا هم نهار دادن؟ طرز تفکرشون کاملا یک سیاست بدبخت کردن مردم، هیچ چیزی غیر از این نیست و نخواهد. من مایک رو رها میکنم، بیشتر از این مزاحم وقتتون نمیشم. ممنونم آقای امامی. دقیقا. و آدم واقعا تعجب میکنه با توجه به این قوانین وزیر بهداشت و درمان چرا هیچی نمیگه؟ یعنی هر اتفاقی که توی مملکت حالا در حوزه سلامت مثل همین قدغن کردن ورود واکسن ها اتفاق میفته، کسانی که حتی پزشکن و باید اعتراض کنن مثل وزیر بهداشت، نمیخوام اسم ببرم، هم دوره قبل هم این دوره، هیچ اظهار نظری نمی کنن، هیچ مخالفتی نمی کنن. این واقعا شرم‌آوره برای نظام پزشکی ایران. از همکاران گرامی اگر صحبت خاصی هست دستتون رو بالا ببرید. بله آقای صمد جعفری بفرمایید، مایک برای شما آزاده. با عرض سلام و مجدد و عرض خسته نباشید. ببخشید من یه جوابی به این فرمایشات شما بگم. ما سال 72 دانشجو بودیم کرمان، یه استادی داشتیم به اسم دکتر امامی میبودی که حالا نمیدونم اگه که در قید حیات که خدا حفظش کنه، اگر مرده هم که خدا رحمتش کنه. ایشون تعریف میکردن، میگفتن که تقریبا 20 سال قبلش ببخشید تقریبا اوائل بعد از انقلاب بود، گفت که ما هم تازه به اصطلاح اومده بودیم دانشگاه و عنوان استاد و جوونم بودیم و اومدیم خلاصه رفتیم تو منابع پیدا کردیم یکی از مواردی که 2000 سال قبل از میلاد مسیح تو ایران روش کار کرده بودن که الان به اسم آیودیه. آیودی یکی از روش‌های پیشگیری از بارداری هست. اون زمان اسم این دونه‌ای که به اصطلاح این روش تحقیق کرده بودن به اسم مازو بود، یعنی در واقع این آیودی رو از همون مازوی که 2000 سال قبل از میلاد مسیح ایرانی ها روش کار کرده بودن و این دونه مازو رو توی به اصطلاح سفرهایی که میخواستن برن تو رحم اسفا و شترا و اینا معمولا میذاشتن برای اینکه به حساب تو سفر اینا باردار نشن. حالا اون نمونه های به اصطلاح چیزش بود که اون موقع برای حیوانات اینا استفاده میکردن. گفت که ما خلاصه از تمام کشورها دعوت کرده بودیم و یه شخصی از آلمان اومده بود، یه مثلا پروفسوری بود که وقتی که آوردنش دو نفر اینور اونور زیر به اصطلاح ویلچرش گرفته بودن و
حتی وقتی میخواستن بیارنش بالای سن با زور به اصطلاح اینا تونستن بیارنش. حالا نظر بر اینی که دید مردم نسبت به اصطلاح به مثلا اون تحقیق موضوعیه و دید به اصطلاح پزشکای مثلا اون زمان خودمون چی بود، که حالا اون فرد بالاخره تو وزارتخونه هم بعدن یه به اصطلاح مسئولیتی هم گرفت. خب من رفتم و بعد از این که قبل از این که بخوایم بریم مقاله رو به اصطلاح بخونیم و توضیحاتش بدیم، قبلش من یه چکیده‌ای داده بودم که همه به اصطلاح کسانی که تو سخنرانی می‌خواستن شرکت کنن یه پیش زمینه‌ای داشته باشن. بعد گفت که من وقتی می‌خواستم برم بالا، این یکی از به اصطلاح همکارای تازه خودمون که تازه تموم کرده بودن اومده بودن و به عنوان مثلا استاد بودن اومدن به من گفتن، عذر میخوام، معذرت میخوام، من نقد پول میکنم، گفتن که دکتر میخوای بری راجع به این کسچرا صحبت بکنی؟ و من خیلی ناراحت شدم و اینا، حالا چون میخواستم جلسه برگزار کنم و سخنرانی بکنم و اینا، دیگه برو خودم نیاوردم و رفتم. در عوض اون پروفسوری که از آلمان به اصطلاح اومده بودن، بعد از اینی که جلسه سخنرانی من تموم شد، این پروفسور در اومد گفت که دکتر یه لحظه اشاره کردن، من رفتم پهلوش، گفتن که اگر که امکانش هست من دو تا به اصطلاح خواسته دارم. یکی این که این دونه موضوع که میگی اگر که مثلا نمونه ایشو یا عکسی یا به اصطلاح چیزی ازش داری من میخوام داشته باشم، یه کتابخونه به اصطلاح تو برلین دارم میخوام ازش استفاده بکنم، و یکی هم این که اگر که اجازه بدین من یه کپی از این مقالتون بگیرم و ببرم برای وسط کتابخونه شخصیم حفظش بکنم نگهش دارم. که حتی دکتر امامی میگفت که احتمال داشت که این فرد تا وقتی برسه آلمان زنده نمونه. حالا منظورم به اینه که بالاخره دیده به اصطلاح افراد علمی دنیا نسبت به این مسائل چجوریه و دیده به افراد علمی به اصطلاح ایران نسبت به این چیزا. همون فرد بعدن تو وزارتخونه یه به اصطلاح پست خیلی مهمی هم گرفت و دلیلش اینه خانم بیرجندی عزیز، این که بالاخره اون کسایی که میرن بالا که و به وزارت و وزارتخونه و معاونت و نمیدونم نمایندگی و این چیزا میرسن که از همین افرادن دیگه، کسایی هن که سواد کافی و وافی ندارن که بخوان، ولی بر اساس بالاخره رانت و آشنابازی و اینا به همچین جاهایی میرسن. اینا تو به هر حال قول و قرارایی که سال 57 داده بودن که ما ایران و گلستان میکنیم، فلانش میکنیم، اینجورش میکنیم، اونجورش میکنیم، موندن توش الان و خودشون به عنوان ام القرا به بهشت اسلامی شیعه تو سال 57 معرفی کرده بودن. خب الان توش موندن دیگه، خب مجبورم به هر حال به هر شکلی که باشه هر روزی یه طرح اینجوری ارائه بدم. ببخشین از اینکه حوصله کردین و گوش دادین، ممنونم. ممنونم از اظهار نظرتون. ببخشید فقط من شاه سبنی هستم. بله متاسفانه دقیقاً کسانی که حالا جزء انجمن اسلامی ها هستن تو نظام پزشکی هامون ما شاهدیم چه کسانی هستن. آقای کریمی دیدم دستتون بالا هست، اگر اظهار نظری دارید مایک براتون آزاد بشه. بسیار عالی. اگر از همکار، بله بفرمایید، مایک براتون آزاد. صدای من تو جلسه هست؟ بله بفرمایید. درود بر همه عزیزان، خسته نباشید. خیلی ممنونم از این برنامه قشنگتون، واقعا سخنرانی ها جالب بود. عرض کنم خدمتتون که در مورد بحث آزادی که اعلام کردید، من فقط خواستم یه نکته رو اشاره کنم.
که البته تو خبرگزاری تسنیم هم اعلام شد، معاون امور زنان و خانواده دولت آقای رئیسی اعلام کردن که برای افزایش جمعیت عزل منی که عملی حرام است در جامعه جرم تشخیص داده شود و با آن باید برخورد بشه. این هم یه فتوای جدید بود که وارد شد به فتواهای دیگه شون. در واقع اینا میخواستن با 1,000,000 تومان اشتغال زایی کنن، در صورتی که الان 1,000,000 تومان پول یک کیسه برنجم نمیشه. وقتی 12 تا دونه پای مرغ 14,000 تومان فروخته میشه، با این وضعیت اقتصادی چجوری میشه فرزند آوری کرد؟ اما به طور خلاصه محصول سیاسی رژیم اسلامی یک گله موجود به شدت خودخواه و مخرب و کوته فکر در رأس امور بوده و هستند که فقط در پیروی از صحبت‌های بالاترین مسئولان کشور هیچ آینده نگری نداشته و در رقابتی برای دزدی آشکار سعادت حداقلی مردم در مخیله آنها واقعا جایی ندارد. واقعا باعث تأسف هستش که مسئولین کشور ما عوضی که بیان وضعیت اقتصادی معیشتی مردم رو در نظر بگیرن، قبلش شروع میکنن به فتوا دادنهای الکی و تشویق کردنهای بیجایی که واقعا ظلمی میشه برای اون فرزندانی که در آینده به اون کشور به دنیا. خیلی ممنونم از این وقتی که به من دادید. من مایکل هم سپاسگزارم از اظهار نظرتون. بله دقیقا همینطوره. اگر از همکاران در خصوص بحث آزادمون صحبتی دارن دستشون رو بالا ببرن. بسیار عالی. امروز اکثر موارد گفته شد، اشاره شد و تقریبا یه جورایی سخنرانی ها همه به هم ربط داشت، حول و حوش قتل های ناموسی و همین طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، اینا اسمشو گذاشتن بود. در پایان میخوام که از ادمین های جلسه خانم ها آذر ارحمی و مینا آقا بگی، مسئولین ضبط صدا خانم ها ماریا هری و مهرنوش ایمانی چگینی و منشی جلسه آقای سید علیرضا امامی تشکر کنم که ما را همیاری کردند در هرچه بهتر برگزار کردن این جلسه. و از همه همکاران و میهمانان عزیز تشکر می‌کنم که توی بحث همکاری کردن، بحث آزادمون خوب برگزار شد. من در ساعت 21:40 به وقت اروپای مرکزی ختم این جلسه رو اعلام می کنم. روز و روزگار بر شما.